الله الرحمن الرحیم به امید خدا بریم سوالا رو حل کنیم تمرین های دوره ای بریم جلو خیلی خوب بفهمیم چون اگر من بتونم تمرین های دوره ای را دقیق و درست بلد باشم و حل کنم هم به کنکور مسلط میشم چون اساس طراحی کنکور سراسری مخصوصا فیزیک بدون تغییر حتی از سوال های داخل کتابه و همچنین نهایی دیگه میرم سراغ بیست میگه یک وزنه 20 یک وزنه 20 نیوتن را یک وزنه 20 نیوتن را از انتهای یک فنر آویزان کردیم یعنی نیروی وزن وزنه را داده خواسته کار را چیکار کنه آسونتر کنه خب یعنی امجی ما حالا گوش بده فنر 20 سانتی متر کشیده می شود خب خیلی خوبه این وزنه 20 نیوتونی میگه ببین یادت باشه دبلیو مساوی است با ام ضرب در g کیلوگرم نگفته یعنی ام ضرب در جی شه گفته 20 نیوتونه 20 نیوتونه درسته خب خیلی خیلی ساده هست بعد میگه چی فنر 20 سانتی متر چی میشه کشیده میشه یعنی ایکس به متر تبدیل کنی میگه 20 سانتی متر میشود دو دهم متر این حواسمون باشه بعد گفته سپس این فنر را در حالی که به یک وزنه پنج نیوتون متصل هست خب روی میز بدون استکاکی به نوسان در میاریم حالا من بلدم با ترکیبی که از فیزیک دهم ده برای فنر و اینجا بلدم میدونم که ام جی مساوی است با درسته وقتی که در تعادله یعنی نیروی بالا و پایین چی هست خب از فنر قائم ببینی قشنگ نگاه کن بفهمی ما اینو آویزان کردیم یه نیرو این چقدر 20 نیوتن به سمت پایین یه نیروی هم فنر خودش داره بلد هستی که از رابطه کا ایکس به دست میاد یا کادلتا دلتا ایکس کشیده می شود یعنی دلتا ایکس من 20 سانتی متر یا دوده دهم متره به من گفته حالا دوره تنوع فنره میخواد من الان میدونم بگم که وقتی که تعادله یعنی این نیروی به سمت بالا با این نیروی به سمت پایین با هم برابرن من میخوام حلاجی کنم خوب بفهمیم ما نمیخوایم که جواب همینجور بنویسیم بریم یعنی میگم کا دلتا ایکس مساوی است با نیروی وزن دیگه ام جی خب من میدونم ایم جی چقدر شد خودش داده 20 نیوتونه از قسمت اول سوال من میتونم کا را حساب کنم کا مساوی است با چی خواهد شد کا مساوی است با ایم جی بر روی دلتا ایکس یعنی بیام 20 را تقسیم بر دو دهم کنم میشود 100 نیوتون بر متر این میشه یکای فنر چرا میگیم نیوتون بر متر مگر نیروی نیرو در فنر کشیده شده را انرژی پتانسیل کشسانی را مگر نمیگیم کا دلتا ایکس اف نیرو هست نیوتون دلتا ایکس اندازه کشیدگی هست بر حسب متر بس کا اگر مساوی است با اف بر روی دلتا ایکس میشه نیوتون بر متر یکاش دونه دونه بگم اینا رو حواست باشه هی مرور بشه برات خوب یاد بگیری هدف از حل سوال یعنی برگشتن و همه رو یه بار دیگه حل کردن حالا میگه سپس این فنر را در حالی که به یک وزنی پنج نیوتون متصل هست دوباره طراح بازی در آورد من کارا اینجا دارم یعنی این دفعه اومده گفته چقدر پنج نیوتونه من میام میگم چی ام جی دوباره پنج نیوتونه درسته خب من میتونم از اینجا خب دوره تناوب این نوسان چقدر؟ یعنی دوره تناوب اون نوسانی که فنری که روی میزه داره انجام میده ها دونه دونه بفهمی خب اینجا هم میان چیکار میکنم؟ خدمتت عرض کنم که میان میگم که من باید برای دوره تناوب در فنر چجوری استفاده میکردم میگفتم دو پی رادیکال ام بر روی کا خب این فنره این فنره بس کاش همون صده درسته؟ من فقط ام میخوام مگر ام جی برابر با پنج نیوتن نیست درسته خب من خیلی خیلی ساده میتونم بگم ام مساوی است با پنج تقسیم بر 9 و دهم کنم یا حالا گهش کنم من اصلا حدودی بگم تقریبی کار کنیم دیگه جی را ده بگیریم قبول داری ام مساوی یعنی میشود چقدر نیم کیلو گرم جی را ده گرفتم قبول داری نیروی وز دبلیو مساویس با ام جیه دیگه از روی این فهمیدم که ام برابر است با دبلیو یعنی نیروی وزنه تقسیم بر ج. یعنی مساوی با پنج تقسیم بر ده شد نیم کیلوگرم درسته اینم به دست آوردم مثلا میتونم تی را به دست بیارم دوره تناوب را بگم دو پی رادیکال درسته نیم بر روی صد درسته خب نیم بر روی صد یعنی پنج هزارم رادیکال پنج هزارم حالا عددهایی که معمولا در کنکور سراسری طوری میده که این به صورت جذر کامل بیاد بیرون حالا اشکال نداره ما پیرا هم مثلا در کنکور میگه شما سه و چهارده نگیر بعد از اینجا تی به دست میاد چقدر دو ضرب به دست سه ممیز حالا بگیری اینم جذرش یعنی پنجدهم دهم بر روی صد شما تا نهایی تا اینجا رم بری فکر کنم تر راه مصحح اگر آدم خوبی باشه باید نمره شما را بده بس دوره تناوب به دست اومد یعنی در این سوال قسمت اول کمک کرد کای فنر حساب کردم بعد چون با توجه رابطه تی مساویس با دو پی در ام بر روی کا اومدم دوره نوسان باید کار داشته باشم چون همون فنر بود تا به جنس فنر و نوع فنر بستگی داره پس تغییر نمی کنه اومدم این استفاده کردم و حلش کردم حالا برم ببینم سوال دوم خواهشن قشنگ دقت کن اینا رو بلد شو چون به خاطر اینکه نهایی میخوای موفق عبور کنی دیگه فست مگر چی داره این سوال ها خب در سوال دوم گفته هرگاه جسمی به جرم ایم به فنری متصل شود و به نوسان در آیت با دوره تناوب دو ثانیه یعنی اومده برای من چیکار کرده این داده خیلی سخت نیست خیلی از اطلاعات به من داده یعنی الان تی را به من داده درسته با دوره تناوب چقدر به در میاد دو ثانیه خب اگر جرم این این جسم دو کیلوگرم افزایش یابد دوره تناوب سه ثانیه می شود یعنی جرم دو کیلوگرم افزایش پیدا کنه سه ثانیه می شود مقدار ام ازت میخواد آقا دیگه این فرمول تی مساوی است با دو پی رادیکال ام را دیگه من باید برای دوره تناوب نوسنگر ساده وزن جرم و وزن و فنر باید بره تو کله من دیگه این سوالا فرمولا فرمولای سختی نیستن من میخواد بگه که خب من تی را دارم تی یک دارم چقدر دو ثانیه تی دو را دارم چقدر سه ثانیه من چی را میخوام خب کا که تغییر نمیکنه دو پی هم که تغییر نمیکنه خب حالا نگاه کن یه <coughs> مقایسه است یعنی فرمول رو باید مقایسه در بیاری درسته حالا من میگم تی دو بر روی تی یک مگر نمیشود یعنی yani, T2 یعنی 2 پی رادیکال M2 بر روی K بر روی 2 پی رادیکال M1 بر روی K خب مشخصه K با کا میره 2 پی با 2 پی میره یعنی T2 بر روی T1 دیگه باید تو فرمول بلد باشی یعنی <تصح> مساوی است با با چی برابره رادیکال ام 2 بر روی M1 خب بعد گفته M2 چی هست ایم دو میگه خدمتت ارس کنم که تی دو بر روی تی یک چقدره خب سه دومه تی دو بر روی آها اینجوری میتونم بذارم یعنی بذار پاکش کنم به جای ایم دو من میذارم چی؟ <تصفح> گوش بده میذارم ایم یک به علاوه دو دو کیلوگرم گفته جرمش افزایش پیدا کند دیگه دو کیلوگرم جرم افزایش پیدا کند تی دو بر روی تی یک سه دومه مساوی است با رادیکال ام 1 به علاوه 2 بر روی m 1 کافی طرف این را به توان 2 برسونی رادیکال از به بین برسه دوم به توان دو میشه 9 چهارم موساوی مساوی است با ام 1 به علاوه 2 بر روی m 1 یه طرف این وسط این بزن 9 تا ام 1 مساوی است با 4 تا m 1 به علاوه چی <تصفح> بیاد اون وقت ببین چرا سوال سخته چهار تا ام یک به علاوه چهار در ببین هر دو اینا ضرب میشه چهار دو تا هشتا این بیاد اینور 5 پنج ام یک مساوی با هشت ام 1 مساوی است با هشت پنجم هشت پنجم اگر سوال چهار جوابی باشه جواب میده یک و ده همه کیلو گرم جرمه به دست میاد در اس آی کیلو گرمه بس حواسمون کاملا جمع باشه این دوتا رو حل کردم دونه دونه برم جلو حالا سوال پنج داشته باش بریم با هم حل کنیم سوال بسیار قشنگیه در سوال قبلی اطلاعات داده بود نمودار رسم کردیم در این سوال نمودار داده از ما معادله حرکت این نوسانگره میخواد مقدار تیه که میخواد اندازه شتاب را یعنی آ را در اینجا میخواد آرا هم در اینجا از من میخواد خب باید دونه دونه برم جلو من اول میرم از روی نمودار میدونم که بذار اینه پاکش کنم میدونم که از این شروع تا اینجا میشه یک دوره کامل تناوب یعنی یه نقطه بره درست نقطه مقابلش برگرده میشه این یک تیه کامل این نمودار چند قسمته یه نفر میتونه از روی شکلم بفهمه این یه قسمت دو قسمت سه قسمت چهار قسمت پنج قسمت مساوین تا اینجا شده پنجده دهم یعنی تی یک دوره تناوب هست چهاردهم ثانیه یه نفر زرنگ باشه به راحتی از اینجا میفهمه دیگه کاری نداره تی شد چهاردهم ثانیه دیگه اینا رو امیدوارم که بدونی خب من میدونم که چون معادله میخوام به دست بیارم میگم x مساوی است با آ کسینوس چی <applause> اومیگا خب باشه خدا رو شکر من الان اینجا کمکم کرده پایین گفته منهای چهار سانتی متر درسته یعنی این آی من هست چقدر اینم یعنی چهار سانتی متره درسته پایین و بالا ها یکی دیگه اینجا کمک کرده اطلاعات داد از مسئله دیگه خب حالا برای اینکه این, این رو خیلی خوب بفهمم یعنی الان آ را فهمیدم چهار سانتیمتر متر می شود چهار متر من الان از اینجا آشه دارم کافیس اومگاشم به دست بیارم مگر اومگا نیست دو پیتیوم چون تیرم که از اینجا فهمیدم دیگه یعنی مساوی است با دو پی تقسیم بر چهار دهم ده یعنی مساوی است با 20 پی چهارم مساوی با چقدر میشه؟ 5 پی تمام شد قسمت اول سوال حل شد پس می نویسم x مساوی است با چقدر چهار صدوم به جای آ گذاشتم سینوسه به جای اومگا میذارم پنج پی تی تمام شد ره قسمت اول سوال حل شد خب خدمتت عرض کنم که برای حل قسمت دوم گفته مقدار تی که به دست بیار من میدونم که x مساوی است با آکوسینوس کسینوس اومگا t هست درسته خب من بخوام در لحتی را میخوام به دست بیارم ببینم چقدره این داده دو سانتی میتونم یه جاگذاری در معادله هم انجام بدم بذار ببینیم معادله جاگذاری کنیم میشه یا نمیشه دو سانتی متر اینجا خدمتت عرض کنم که مکان نوسانگر دامنه یعنی این اینجا رو بگم بگم دو صدم مساوی است با ببینم با این راه میشه یا نه چهار صدم درسته خب میشه دیگه فرقی نمیکنه کوسینوس چی <تصفح> <تصفح> اومگا تی پنج پی تی ایک. خب خیلی ساده شد دیگه یعنی جایگذاری در معادله این معادلهش به دست آوردم این بیاد زیر این میشود دو صدم بر روی چهار صدم و ممیزاشو میری یعنی میشه دو چهارم دو چهارم یعنی یک دوم درسته؟ خب پس میتونم بگم یک دوم مساوی است با کوسینوس پنج پی تی یک درسته؟ خب حالا کاری نداره که خب یک دوم کوسینوس چه زاویه ایه؟ من این دیگه بلدم از مسلسات کوسینوس پی سوم هست به جاش میذارم کوسینوس پی سوم مساوی است با کوسینوس 5 پی تی 1 خب حالا هم کوسینوس ها میره هم پیا میره خب دیگه چیش میمونه تی 1 یعنی یک سوم مساوی است با 5 تی 1 از اینجا تی 1 به دست میاد چقدر یک پونزده ثانیه کاری نداشت یعنی من یه جاگذاری کردم تموم شد رفت خب معادله رو به دست آوردم این x دیگه x از روش فهمیدم خب بذار اینو پاک کنم حالا برم بعدیش یعنی قسمت سومش هم برات حساب کنم سوال های اینقدر قشنگن که کل مطالب داخل متن داری مرور میکنی من میدونم که اندازه شتاب نوسانگر یاد قانون دوم نیوتون میفتم که F مساوی است با M ضربه در A درسته؟ و در فنر F مساوی است با KX است درسته؟ خب حالا بعد اینم بلدم که خب من آ را اصلا نمیخواد اینا رو برم و فرمون نمیخواد اثبات کنم ها. ولی من میخوام فرمولم بریم اثبات کنیم درسته؟ بعد میدونم که اندازه شتاب از رابطه چه به دست میاد از رابطه اصلا میخوام به این به دست بیاریم دیگه آ اومگا دو هست ولی چون در لحظه تی یک میخواد در اینجا ایکس من دارم به جای اون میتونم بذارم آ مساوی است با x اومگا دو تمام شد رفت این دیگه کاری نداره یعنی اینکه آ اینه میتونستیم این اثبات کنیم آ. بیایم بگیم ام آ مساوی است با کا ایکس از اینجا خدمتت ارس کنم که از طرف دیگه میدونم که کا هم برابر با چی هست در فنر اینم براد برادر برادر میدونم که ام اومگا دو هست از کجا به دست میاد چون اومگا مساوی است با رادیکال کا اموم هست دیگه این کاری نداره که درسته از اینجا میتونم بگم که کا برابر با ام 2 هست دیگه درسته کا ام؟ از چون از طرفین به توان دو برسانم کا مساوی است به ام دو میشه خب از این فرمول بلدم دیگه ام 2 هست پس میتونم بگم ام آ مساوی است با ام 2 x قشنگ میخوایم اصولی بفهمیم ام با ام بره آ میشود چی؟ اومگا دو ایکس یا ایکس اومگا دو همونی که اینجا نوشتم چقدر سخت شد؟ نه خیلی هم ساده شد یعنی اصولی میفهمیم که فرمول هم از کجا داره به دست میاد گوش بده حالا پس الان دیگه کاری نداشت میتونم بگم آ مساوی است با ایکس اومگا من این اثباتش کردم ولی تو نهایی اگر دادن نیازی نیست شما اثباتش کنی در کنکور بدون بعد اگر شتاب در لحظه ای در دامنه باشد میگی آ اومگا دو هست ولی در هر نقطه از ایکس اومگا دو به دست میاد خب <تصفح> البته یادمون باشد که با قدر مطلقش باید در نظر میگن یعنی آ مساوی است با چون اندازه را گفته دیگه اندازه یعنی مثبت به دست بیاری پس میگی میگی آ مساوی است با ام ایکس من دو صدومه متر ضرب در اومگای من اومگا مگر اینجا به دست نیاوردیم 5 پی هست خب یعنی 25 پی دو درسته اینو در این ضربش کنم حالا من بیام مثلا پی را هم سه در نظر بگیرم خب خدمتت ارس کنم که حدودا به دست میاد پنج متر بر مجذور ثانیه چیز سختی نخواهد بود سوال ششم ما وارد بحث انرژی در نوسانگر وزن و فنر شدیم در مورد سوال قبلی در مورد معادلش و نمودارش و محاسباتش دوره تناوب و بسامد و بسامد زاویهی و مسئله رو حل کردیم همه چیز در بر داره مرجع اصلی کنکور و مرجع اصلی امتحان نهایی همینه خیلی سختی نداریم گفته دامنه نوسان وزنه ای که به یک فنر با ثابت کار و زحمت کشیده کای فنر را به من داده چقدره؟ کای فنر هفتاد و چهار بر متر است درسته؟ خب متصل است و در راستای افقی نوسان می کند برابر با هشت سانتیمتره یعنی آرم به من گفته هشت سانتیمتره 8 سانتی متر همه میدونن یعنی 8 ضرب در 10 به توان منهای 2 متر یا 8 صدم متر دیگه اینا رو مسلط هم. اگر انرژی پتانسیل نوسانگر در نقطه ای از مسیر نوسان انرژی پتانسیل یعنی یوش داده چقدر حواست باشه 8 ضرب در 10 به توان منهای 2 جول است انرژی جنبشیش چقدره ببین من نوسان وقتی که فنر نوسان میکرد من حواسم بود دیگه شکلی یه بار دیگه اینجا میکشم این نوسانگر وزنه با فنر بود این کشیده میشد مگد میرفت این،, این نقطه به اندازه آ برمیگشت به این ور میشد منهای آ بعد این یه رفته برگشت کامل را میگفتیم یک تی یا یک دوره تناوب درسته؟ خب در این به جایی که به آ برسد اه یعنی به دامنه که سر اونی که ما کشیدیم رها کردیم شده دامنه این در مثلا در یکی از این نقاط هست در این وسط فقط وقتی که برمیگرده انرژی جنبشی داری بلدی دیگه شما در اینجا وقتی که ایکست مساوی با آ هست یا x مساوی با منهای آ هست فقط انرژی پتانسیل داری یعنی جنبشید صفره ولی در اینجا چیپ یو یعنی کا ماکسیمومه یو صفره ولی در اینجاها کا صفره یو ماکسیموم هست یعنی وسط در ایکس مساوی با صفر درسته یعنی انرژی جنبشی ماکسیموم یو صفره خب اما در این وسط ها حالا هر جا باشه هم کا داره هم یو داره یعنی هر دوتاش هست هم هم کشیده شده است مثلا در این نقطه هم داره حرکت میکنه یعنی هم انرژی جنبشی داری هم انرژی پتانسیل داری دیگه باید اینه بفهمی دیگه قانون پایستگی انرژی خب انرژی و میدونستی که انرژی میکانیکی ای مساوی است با کاب علاوه یو هست تمام شد مسئله حل شد از نیروهای اطلافی هم گفته شما سرپیچی کن یعنی هیچ استکاکی هم اینجا وجود ندارد مقاومت هوا صفره و هر چیزی که میتونه در انرژی من تغییر ایجاد کنه من میدونم انرژی مکانیکی در نوسانگر وزن و فنر از چه رابطه‌ای به دست میاد اینا رو خواهشان گوش بده یک دوم کا آدو میتونستی به جای کا بذاری ام اومگا دو میتونی بنویسی یک دوم ام ام اومگا دو آدو از طرف دیگه میدونی اومگا مساویه با دو پی میتونی باز بنویسیم ای مساوی است و با, با جاگذاری ها یه بار به جای کا ام اومگا دو را گذاشتم فرمول به این تبدیل شد حالا میتونم به جای اومگا هم که دو پی افه باز بذارم درسته خدمتت عرض کنم که حالا اومگا مساوی است با دو پی اف هست به توان دو برسونم اون موقع چی میشود؟ میشود چهار پی دو ام هم دارم ها. چهار پی دو ام اف دو اومگا دو نه دیگه آره آدو دو اومگا دو دیگه نه دیگه بجا. دو پی اف گذاشتم دیگه آدو چقدر جالبه از این میفهمم که انرژی مکانیکی نوسانگر با مجزور دامنه و مجزور بسامت چی دارد؟ متناسب است رابطه مستقیم دارد من فقط سوال حل نمی کنم فرمول های دیگری که لازمه هم دارم برات میگم تا خوب بفهمی که سخت نیست ولی من اینجا فقط چون آرا دارم دامنه را دارم درسته دامنه را خودش داده دیگه آینه ها فقط از این فرمول اولیه استفاده میکنم اینا را میگم که برات چی متممش یاد بگیری و بدونی که میتونه عوض کنه بعد انرژی مکانیکی من فهمیدم یک دوم چی هست کا آدو مساوی است با کا به علاوه یو یو را داده کا را دارم آرم دارم درسته این کای ثابت فنره ها این با این کای انرژی جنبشیه این کاها را حواسمون باشه که اینی کوچولو بنویسیم اینی بزرگتر بنویسیم دو چهار اشتباه نشیم خب من میتونم بگم یک دوم ضربه در چقدر داده اونه هفتاد و چهار داده ده من دیگه یک کارا نمی نویسم آرم به دست داریم چقدر آب توان دو هشت صدومه می شود هشت ضرب در ده به توان منهای دو به توان دو مساوی با کایه به علاوه یورم داده چقدر هشت ضرب در ده به توان منهای دو شما یه ضرب تقسیم باید اینجا انجام بدی و موفق بشی انشالله بتونی چیکار کنی اینه به دست بیاری دیگه از اونجا کات به دست میاری ماشین حساب در نهایی در کنکور عدت یه جوری ساده هست کار نداره که هفتاد و چهار با این ساده میکنی میشه و سی و هفت در هشت ضرب میکنی در شست و چهار این یادت باشه به توانه بعد ده به منهای دو داره حالا بازی در میاری دیگه یا چه شست و چهار با دو ساده میکنی بعد هر چی شد اینه میاریم این و ازش کم میکنیم مقدار کا به دست میاد مقدار کا خواهد شد پونزده ممیز حدودا نیم پونزه و نیم ضرب در ده به توان منهای دو جول که ماشین حساب ساده در امتحان نهایی هیچ ایرادی ندارد پس این سوالم دیدی حالا باید بریم سراغ سوالهای بعدی ببینیم چی هست این سوال داشته باش گفته جسمی به جرم یک کیلوگرم به فنر افقی با ثابت شش نیوتن بر سانتی متر بله یکی یکی برم این رو بنویسم چون لازم دارم دیگه راه حلش اینه دیگه بگم ام یک کیلوگرم یک ها به کیلوگرم داده شده کا مساوی است با شش نیوتن بر سانتی متر میدونم که هر صد سانتی متر یک متر سانتیمتر با سانتیمتر میره میشه 600 نیوتون بر متر اگر اینه نذاری رابطه رو درست بذاری غلط داری حل میکنی فقط نمره چی را بهت میدن نمره خدمتت ارز کنم که فقط فرمول رو بهت میدن تو نداره کامل داری غلط به دست میاری فنر به اندازه 9 سانتیمتر اگر بگه فنر فشرده شده یا کشیده شده یعنی اینکه داره آ را بهت میگه آ 9 سانتیمتر هست مساوی با نه صدم متر می شود و سپس رها می شود و جسم روی سطح افقی شروع به نوسان می کند خدا را شوی با چشم بوشی از استکاک الف دامنه نوسان و تندی بیشینه جسم چقدر است خب دامنه را که به دست آوردم اگر این سوال بده قسمتی از نمره را من موفق به عکسش شدم درود بر ما و بر شما من میدونم وی ماکسیموم گوش بده مساوی است با آ اومگا هست یادت باشه و آی ماکسیموم هم هست چی؟ آ اومگا دو این حواست باشه وقتی که ما میگیم هست آ اومگا دو ببین برای چین حرف بهت میگم باید بدونی که خب وقتی که آدامنه نوسانه حالا اون وسط ها من یه بار دیگه اینه برای توضیح بدم خواهشان خوب بفهم این نوسانگر وزن و فنر این وسط بوده فشرده شده به اینجا رها شده میره برمیگرده به اینجا در اینجا x مساوی با صفره درسته در اینجا آت با ایکس با آ برابره یعنی x مساوی با آ هست بیشترین دام کشیدگی یا بیشترین فشردگی میشه آ این وسط ها میشن الان ایکس های متفاوت این وسط ها درسته میشن ایکس های متفاوت خب اینجا این میاد اینجوری فشرده میشه یعنی میشه منهای آ بد برمیگرده مثبت آ این وسط x صفر دیگه بس وسط آ صفر میشود یادت باشه شتاب چی میشه صفر میشود بیشتر این شتاب را شما اینجا داری و اینجا داری یعنی در آ و منهای آ آی ماکسیموم را داری حالا وی ماکسیموم هم این وسطه که از رابطه آ اومگا به دست میاد حالا کار سختی نخواهد بود خب منم میدونم که اومگا مساوی است با رادیکال کا امم هست یعنی وی ماکسیموم میشود آ رادیکال کا بر روی ام یعنی آی من چقدر 900 اوم ضرب در رادیکال کا یعنی 600 بر روی یک که جزر 600 باید به دست بیاری عدد کامل نمیشه در 900 ضرب کنی می شود دو و دو دهم متر بر ثانیه وی ماکسیمومت یعنی در این نقطه منهای آ یا مثبت آ این فنر داره نوسان میکنه خواهشا اینا دیگه خیلی خیلی خوب بفهمیم و بدونیم حالا از من خواسته وقتی تندی یک و شش دهمه ده یعنی در این وسط ها هست درسته یک و شش دهمه ده در اینجا بیشترین تندی را من دارم دیگه در این نقطه وسط حالا یعنی داره این میره به این ور در اینجا میدونی یه لحظه چون برمیگرده وی سفره در اینجا هم وی سفره چون یه لحظه میاد وای میسه تا برگرده دیگه نمیدونم خوب فهمیدی یا نه خوب باید بدونی دیگه حالا از من میخواد چی را به دست بیارم وقت انرژی پتانسیل چقدر هست خب دوباره خدمتت عرض کنم که من میدونم که از باید چی استفاده کنم رابطه ای انرژی مکانیکی رابطه ای انرژی مکانیکی ای مساوی است با K به علاوه یو بود یو مساوی است با ای منهای K هست درسته؟ ای منهای است هست ای هم که میدونی یعنی یو مساوی است با یک دومه ایم یک دومه K آدو از خواهی میکنم دیگه نمیخواد ام بذارم منهای یک دوم ام وی دو به هر کسی بگید این جاگذاری رو میفهمه یو مساوی است با یک دوم کا چی حق چقدر هست 600 این حواسم باشه 600 ضرب در آی من چقدر 900 یادم باشه به توان دو منهای یک دوم ضرب در ام من چقدر یکه یک کیلوگرمه ضرب در یک و شش دهم ده بزاریم بذاریم بره به توان دو از اینجا اینا را منها کنی ضرب کنی جمع کنی هر کاری که انجام میدی دلت میخواد به دست میاد یک و پونزده صدام جول خیلی خیلی ساده پس قشنگ فهمید این مسئله چی میگه خب گفته معادله حرکت این سوالی سوال اینقدر سوال قشنگه قشنگ همه چیز را برات جا میندازه میگه معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در اس آی حالا معادله را داده ایکس مساوی است با 5 صدم من خلاصه تر می نویسم کسینوس 20 پی تی من با معادله عزیز اصلیم که هست آ کسینوس اومگا تی می کنم دیگه باید این کار کنی دیگه باید این کار کنی خیلی خیلی خوب بفهمی از روی این میفهمی که اومگا مساوی با چقدر 20 پی هست چرا؟ چون دوره تناوب لازم داری دوره تناوب اگر من فنر را مثلا اینجا ببین بارها دارم اینه میکشم اینه میآوردم اینجا یا فشردش میکردم یا میکشیدمش من از اینجا مثلا فرض کن کشیدم رها کردم از اینجا یه بار بره به اینجا برگردی اینا میگیم یه تی یه دوره کامل تناوب اومگا مساوی است با 20 پی هست مگر اومگا نیست دو پی تی اوم. درسته مساوی با 20 پی هست درسته ها <خب> این دیگه کاری ندارد که درسته اینی یه جابجاش جاش کن تی 20 موس... با بیم بزن پیرا تیم مساوی است با دو بیستم یعنی یک دهم ثانیه به 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 سوال حل شد دیگه یک دهم ثانیه گوش بده قشنگ اینجا رو نگاه کن ببین دارم چه قصه ننه کلسومی برات میگم ببین یعنی اینکه که رنگ را عوض کنم قشنگش کنم یعنی اینکه از اینجا بره بیاد خب بیاد به مرکز تعادل اینجا x مساوی با a هست اینجا x مساوی با منفی a هست بعد اینجا x مساوی با صفره از اینجا شروع کنه بیاد برگرده یک دهم ده ثانیه طول میکشد درسته؟ خب سوال چی میگه؟ میگه در چه زمانی پس از لحظه صفر برای نخستین بار تندی نواسانگر به بیشتن یعنی وی ماکسیموم میشه وی ماکسیموم میشه شما بلدی در دیگه در وسط وی ماکسیموم آ صفره درسته در اینجاها هم وی صفر آ ماکسیمومه به 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 وی صفر و آ ماکسیموم درسته خب خیلی کار ساده ایه در چه لحظه ای برای اولین بار بیش یعنی این از اینجا به اندازه این بیاد از اینجا تا اینجا بیاد میشه تی چهارم تا اینجا بیاد باز یه تی چهارم میشه برگرده به اینجام دوباره میشه تی چهارم دوباره تا اینجا بیاد میشه تی چهارم خب من میدونم اینجا رهاش کنم بعد از تی چهارم به چی میرسه سرعت به وی ماکسیموم میرسد یعنی کافیس یک دهم ده رو را تقسیم بر چهار کنی درسته؟ چون تی چهارم تی مساوی با تی چهارم دیگه اینا رو خوب بفهم یعنی میشه باید 25 هزارم ثانیه خب بعد میگه در چه زمانی پس از لحظه صفر برای نخستین بار تندی نواسانگر به صفر میرسد یعنی این رد کنه بیاد اینجا مگر اینجاها یعنی دوتی چهارم بره دو تی چهارم بره یعنی تی مساوی است با دو تا تی چهارم بره یعنی دوی زر بدره یک دهم ده تقسیم بر چهار یعنی میشه شود پنج ثانیه چقدر سخته صفش دخته کجاش سخته میگه تندیه نواسنگر چقدر باشد تا انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل برابر شود این وسط ها میگه کدوم جهنمیه وی چقدر باشه این دیگه کاری نداره پاکش کن به من خودم میگم پاکش میکنم و حلش کن چون داری تو میفهمی من دارم چی میگم دیگه خب مگر این نیست کا به علاوه یو بله این مساوی یعنی این که این با این برابر باشه میتونی بگی این مساویس تو دو کا باشد درسته خب حالا من خدمتت ارس کنم که اومگا را دارم به جای این که بیام از فرمول یک دومه کا آدو استفاده کنم میام از به جای کا میذارم ام اومگا دو دیگه اینا رو الحمدلله بلدی دیگه کا مساویس با ام اومگا دو یعنی بیام بگم یک دوم ام اومگا دو آ دو مساوی است با دو ضرب در اینه بذارم دو کا یک دوم ام وی دو درسته؟ تندی نوسنگر میگه چقدر باشد یعنی وی رو از اینجا میتونی الان به دست بیاری کار سختیه نه خدا میدونی چرا چون ام با ام میزنی درسته یک دوم هم با یک دوم میزنی میگی دو وی دو مساوی است با آ دو اومگا دو درسته خب کاری نداره که بعد میای اینی بذاریم چیکارش کنیم خب بعد بیایم بگم ویدو مساوی است با درسته آدو دو اومگا دو بر روی دو یه جزرک بزنیم اینجا از دو طرف یه جزرک یعنی جزر بزنیم قشنگ بفهمی چی گفتم خب اینا رو دیگه من پاک میکنم فیلم دیگه در دم دستته میتونی نگاه کنی خب میتونی برگردونی عقب یعنی وی مساوی است با رادیکال دو دوم آ اومگا درسته؟ چقدر سخت بود میدونی چرا گفتم رادیکال دو دوم به خاطر اینکه این صورت بگیری میشه آ آو اومگا یک بر رادیکال دو گویاش کنی میشه رادیکال دو دوم یعنی از طرف این این جذر بگیری یا دیگه اینه بدون جذر وی دو میشه وی جذر یک دوم میشه یک بر روی رادیکال دو گویاش کنم رادیکال دو دوم آ اومگا میشه آ آو دو اومگا میشه آ آو اومگا یعنی وی مساوی است با این ویه ها مساوی با رادیکال دو دوم ضربه در آاشق 5نجصدم ضربه در مگا چقدر 20 پی هست. درست 20 پی است. درسته خب من میتونم اینه با این بزنم بشه این 10 پی ده ضربه در این کنم میشه. پنجده دهم درسته میشن بنویسم پنج دهم پی رادیکال دو این جواب بنویسی تو نهایی ازت قبول کردن حالا تو کنکورم باشه میتونه بازی در بیاره میتونه به جای نیم بنویسه یک دوم بعد بنویسه رادیکال دو دوم پی رادیکال دو دوم پی این میشه تندی نسانگه متر بر ثانیه این قلق کنکوریش اینم نهاییش تا اینجا بری نمره را بهت دادن ببین چقدر ساده هست خب به امید خدا بریم در ادامه سوال نوه تمرین دوره ای از نوسان و امواج حل کنیم ببینیم چی هست چنین سوال هایی دیدی نباید بترسیم میگه ساعتی آونگدار با آونگ ساده در تهران تنظیم شده است اگر این ساعت منطقه‌ای در استوا برده شود عقب میافتد یا جلو مقدار این عقب یا جلو افتادن در یک شبانه روز چقدر هست؟ آهان وقتی که در پایین ژ مقدار شتاب جاذبه تهران 98 داده شتاب جاذبه خط استوا 7 9.78 متر بر مجور زانیه یعنی در دو نقطه شتاب جاذبه فرق میکند و ما میدونیم که ببین اینی میخوایم بگیم که چی را منطقه ساعت جلو میفته یا عقب ما باید دوره تناوبش حساب کنیم درسته؟ خب دوره تناوب را بفهمیم یعنی بخوایم ببینیم که این آونگ در استوا مثلا اینجوری یه رفته برگشتش از این نقطه شروع کنه بره برگرده زمانش قطعا اینجا استوا باشد با تهران اگر این داره نوسان میکند درسته با یه رفت و برگشتش باید در تهران فرق داشته باشن دیگه درسته ما بلد هستیم که دوره تناوب از چه رابطه به دست میاد در آونگ ساده دو پی رادیکال ال و روی ج خب اولا دو پی که دو پی یه مقدار ثابته ال که این آونگی ساعته که طولش فرق نکرده من میخوام مقایسه کنم بگم تی او نسبت به تی 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 تهران منظورمه ببینم چه اتفاقی میفته فقط در اینجا میدونی این دوتا را اگر استوا را بر این تقسیم کنم ببین تو رابطه اینجوری میشه دو پی رادیکال ال بر روی ج او درسته بر روی چی دو پی رادیکال ال بر روی J تی یعنی منظور من تهران هست درسته خب میبینی که دوره تناوب چون با رادیکال یا جذر شتاب جاذبه رابطه عکس دارد یعنی دو پیا با دو پیا میره الا هم با الا بره از این میتونیم نتیجه بگیریم که تی دوره تناوب در استوا نسبت به تی تهران برابر خواهد شد باید بر عکس بنویسیم درسته بنویسیم ژ تهران بر روی ژه استوا درسته استوا یا حالا هر که مینویسیم خب بعد میدونیم که جه ها را داده یعنی رادیکال نه ممیز هشت بر روی نه ممیز هفتاد و هشت این حدودا میشود ماشین حساب در امتحان نهایی برات آزاده تو کنکور اگر بخواد بده اعدادی میده که راحت جذرش در بیاد بیرون یک ممیز دو سفر یک درسته؟ خب بس زمان دوره تناوب میتونیم بگیم که در استوا دوره تناوب در استوا بیشتر از تهرانه درسته بیشتر از تهران است یعنی اینکه این بره برگرده یه دور این آونگ سادت نسبت به تهران یک ممیز یک هزارمه نسبتشون یعنی بس یه ذره در نتیجه میگیرم که تی استوا بیشتر از زمان دوره تناوب یعنی تی او بیشتر از تی تهران هست یعنی بس هرچی دوره تناوب بیشتر باشه یعنی دیر رفته اومده دیگه درسته؟ خب وقتی که دیر بره بیاد چه اتفاقی میفته؟ آب آونگ استوا کنتر حرکت میکنه درسته؟ خب بعد حالا نگاه کن یعنی آونگی که در استوا هست کنتر حرکت میکنه یک, و... یک یک هزارم یادت باشه الان ببین در ادامه من چه توضیحی بهت میدم بس الان من از اینجا فهمیدم که تی استوا مساویس یک ممیز یک هزارم تی تهرانه درسته؟ خب حالا من میام میگم دلتاتی میشه چقدر؟ یعنی اختلاف اینها میشه چقدر نسبت به اون؟ میشه یک هزارم دیگه یعنی یک هزارم اگه تهران یک باشد اون یک ممیز یک هزارمه خب یک هزارم تی تهرانه من حالا یک هزارم رو در 24 ساعتش میکنم درسته؟ خب 24 ساعت در 20 بیسته... میگیم چی در 24 ساعت چقدر میخواد اتب... بعد از من گفته که مقدار این عقب یا جلو افتادن چقدر هست خب بعد میدونم که 24 ساعت 24 ضرب در 60 اش کنم دوباره ضرب در 60 اش کنم میشه میزان ثانیه من ضرب در 24 ضرب در 60 ضرب در 60 چون هر 24 ساعت هر ساعت یک دقیقه است هر یک دقیقه هم 60 ثانیه است درسته خب من این کار انجام دادم اگر این انجام بدی و ماشین حساب بزنی می شود 86 ممیز 14 همه ثانیه اختلاف زمانه یعنی به این مقدار چون کنتر میره میاد استوا عقب میافتد. درسته؟ حالا در قسمت دوم سوال میگه به نظر شما با افزایش دما یک ساعت آبنگدار جلو می یا عقب درسته؟ خب با افزایش دما خب یک ساعت ها و اینا دیگه استوایی اینا رابطه نداره ها شما میدونی که تی مساوی است با چی هست همین رابطه رو دوباره بنویسیم دو پی ال بر روی ج من میدونم افزایش اما باعث این بسات طولی میشود این بسات طولی یعنی ال زیاد میشود خب من دو تا حالت در نظر میگیرم میگم گیرم زمانی که تی دو بذاریم بالا رو پاک کنم برات قشنگ دقت کن بی بفهمیم چی هست من اینا دارم دونه دونه توضیح میدم برای اینکه خوب یاد بگیری وای الا اگر خودت بخونی حله شاید برای تفسیرش خیلی دقیق نشید اون مطالب و خیلی هم میتونن دقیق بشن میگم تی دو یعنی حالت نسبت به تی یک فقط مساوی است با رادیکال ال دو چون در یک بر روی رادیکال ال یک خب بس میگم اگر جلو میفته عقب میفته حالا نگاه کن خیلی خیلی ساده هست دیگه شما میدونی که وقتی که این بساط پیدا میکنه یعنی ال دو بزرگتر از ال یک میشه بس در نتیجه این بزرگتر از چی میشود یک میشود خب از اونجایی که دوره تناوب پس آون کنتر و ساعت عقب میفته یعنی طولش زیاد میشه این مثال خیلی ساده شما آونگ یه نخ ببند بهش یه دونه سنگ یه سنگ بهش ببند یه ذرین طولانی ترش کن خب این اندازه یکسان بکشی رها کنی این طولش بیشتر دیرتر میره میاد این دیرتر میره میاد این طولش کمتر تندتر میره میاد یعنی دوره تناوب به این وقتی که طول زیاد بشه دوره تناوب کاهش پیدا میکند و ساعت چی میشود عقب میافتد ساعت چی میشه عقب میفته چون طول زیاد میشه پس در قسمت الف بر اساس اختلاف ژ سنجیدی در قسمت ب بر اساس اختلاف ال سنجیدی حالا باید بریم ببینیم سوال بعدی چی میگه برامون اما این سوال ده و سوال یازده در مورد پدیده تشدید هست من یه بار میخوام درسنامه اینو به توضیح بدم ببین ما میگیم بسامد طبیعی برای یک نواسانگر بدون اعمال نیروی خارجیه خب و سامد طبیعی یک نوسانگر حالا اینجا پل نوسان میکنه بعد نیروی خارجی پای افراد حالا گوش بده خب ببین نوسان ما واداشته داریم نوسان واداشته به چی میگیم میگیم اگر نیروی خارجی وارد بشود خب نیروی خارجی وارد بشود اینجا اینا رو بگم بعد برگردم این دو تا سوال جواب بدم تا هم خوب بفهمی نیروی خارجی وارد بشه درسته خب نوسانگر با بسامدی با بسامدی غیر از بسامد طبیعی درست نوسان میکنند به این میگن چی نوسان واداشته واداشته به علت خب حالا حالا اگر این نیروی خارجی خب بسامد نیروی خارجی گوش بده بسامد نیروی خارجی مساوی با بسامد طبیعی شود پدیده تشدید رخ می دهد پدیده تشدید رخ میدهد درسته؟ خب در نتیجه دامنه میره بالا درسته؟ حالا گوش بده دامنه اینا اینجا چی میگه؟ میگه هر فرد معمولا با چرخش اندک بدنش به چپ و راست راه میرود و بدین ترتیب نیروهای کوچکی به زمین زیر پایش وارد می کند. این نیروها بسامدی در حدود نیم هرتز دارد. لرزش شدید پل هوایی ملنیوم در انگلستان لندن که بر روی رودخانه ی تایمز زده شده. به نظرم از 100 سال عمر داره. در آغاز هزار جدید را به عبور منظم گروهی از افراد از این پل رد دادن. لرزش شدیدشه. چگونه ممکن است نوسانهای بدن این افراد موجب چنین لرزشی بشه خب این خودش به حالت طبیعی خودش یک نوسان داره دیگه یعنی با این توضیحاتی که اینجا داشت دادم یک نوسان طبیعی دارد درسته حالا این نوسان پای افراد هم درسته بسامدشون با بسامد پل یکسان می شود حدودا یکسان است چه اتفاقی میفته پس چی میشه پدیده تشدید رخ میده وقتی پدیده تشدید رخ میده دامنه نوسان زیاد میشود دامنه نوسان زیاد میشود لرزش شدید پل را در پی خواهد داشت یعنی خیلی خیلی ساده بیان کردیم حالا سوال یازدهم هم شبیه آن چیزی هست که به عنوان آونگ بارتون برات توضیح داده در کتابت فعالیت سه و 3 کتاب درسیت هم هست گفته مطابق شکل چند آونگ را سیمی آویختیم توضیح دهید با باب نوسان در آوردن آوند ای آونگ ایکس آونگ های دیگر چگونه نوسان می آونگ ایکس من نگاه کنم طولش با آونگ بی خب شما میدونی این من به نوسان در میارم انرژیش از راه این نخ به آونگ های دیگه منتقل میشه یعنی هم به آ منتقل میشه هم به بی منتقل میشه هم به سی هم دی و هم ای درسته؟ چه اتفاقی اینجا رخ میده؟ چون طولش با بی درسته؟ یعنی آونگ بی به نوسان در می آید آونگ ایکس خواهی می کنم. به نوسان در می خب سایر آونگ ها نیز خب به نوسان در می آید. اما آونگ ها نیز به نوسان در می آید. یعنی همشون چون انرژی گفتم از راه این چی میشه منتقل میشه خب کدوم یکی از اینها طولش با این برابر اگر نگاه کنی ال x با ال بی یکسانه درسته وقتی که ال بی با ال x یکسانه در نتیجه دوره و بسامدش چی میشه خب یکسانی دارد دیگه بس باعث پدیده چی میشود پدیده تشدید میشود یعنی کدوم یکی از اینها این اینا اینه به نوسان در آوردی تا این متوقف بشه کدوم یکی همراه، همزمان با این میتونه به نوسان خودش ادامه میده این فقط بی هست چون طولش با این چی اکس بوده یکسان بوده در اصل اینجا اگر یادت باشه تو کتابت هم گفتی که به ایکس میگن آونگ چی وادارنده درسته اونجا مخروط های کاغذی را کشیده بود اینجا حالا اومده بس اونجا هم یکیش طولش با اون وادارنده چی بود یکسان بود حواست باشه این کلمات استفاده کردم بدونی چون طولش با این یکسانه تشدید رخ میده زمان بیشتری بیمه نوسان خودش ادامه خواهد داد حالا گمانم از بحث تشدید باید عبور کنیم و بریم در ادامه سوالهای های دیگری را حل کنیم که در مورد مطالب دیگری از بحث موج هست ولی چیز سختی نداریم اینجا حالا ظاهرا یه موقع ما فکر میکنیم اینها یعنی الان دیگه وارد یواش یواش موج و انواع آن و مشخصه های موج باید بشیم که تمرین های بعدی ما خواهد بود خب اینا را دیدی بریم بقیه ببینیم چی میخواد بهمون بگه سوال دوازده رو بخوام حل کنم باید یه سری نکات بدونی دیگه ما یه سری فرمول ها باید دیگه بلد باشی وی مساوی است با لاندا بر روی تی به دست میاد یعنی تندی انتشار موج اصلا من فعلا لا به سوال کاری ندارم تندی انتشار موج اگر ما بیایم لاندا طول موج را بر دوره تناوب تقسیم کنیم چی به دست میاد تندی انتشار موج به دست میاد و از آنجایی که من میدانم F است با یک تیوم هست میتونم این فرمول را به صورت چی بنویسم V مساوی است با لاندا F هم بنویسم بعد من میتونم از این خیلی چیزای دیگه نتیجه گیری کنم بگم لاندا هم مساوی است با V بر روی F میتونم بگم F مساوی است با V بر روی لاندا اینا دیگه یه فرمول ساده هست از این فرمول میتونی اینا را نتیجه گیری کنی اینجا میتونی بگی لاندا مساوی است با وی ضرب در تی و فرمول های مختلف میتونی بگی تی مساوی است با لاندا بر روی وی ببین این یه چیزایی هست که در این فرمول در جابجا کردنش باید بلد باشی اما تندی انتشار موج یادت باشه فقط و فقط به جنس و ویژگی های محیط بستگی دارد به جنس و ویژگی های محیط بستگی دارد تندی موج به جنس و ویژگی های محیط بستگی دارد حالا این فهمیدیم وقتی الان میتونیم قسمت اول سوال را چیکار کنیم با هم دیگه جواب بدیم خیلی سخت نیست میگه با افزایش بسامد ساز یک نوسانساز میگه موجهای دوره ای در یک ریسمان کشیده ایجاد میکند یه ریسمان محیطت ریسمانه حواست باشه ها محیطت ریسمانه با افزایش بسامت بسامت باید بلد باشی از ویژگی های چشمه موج است از ویژگی های چشمه موج است کدام یک از کمیت های زیر تغییر نمی کند بسامت موج خب تغییر میکنه تندی موج هست که فقط تغییر نمی کند چون تندی موج درسته خب به محیط بستگی دارد به محیط بستگی دارد من چشمه موج درش ایجاد مشکل ایجاد کردم بس هم افزایش بس آمدن یعنی در چشمه موج بس تندی به محیط بستگی داره اون تغییر نمی کنه حالا در قسمت بهش میگه چی با اگر حال اگر به جای افزایش بسامت کشش ریسمان را افزایش دهیم هر یک از کمیت های زیر چه تغییری میکند؟ وقتی که اسم کشش ریسمان میاد تو بلدی دیگه خب بلدی برای اینجا یه رابطه دیگه برای وی تعریف میکنی میگی میگی مساویس با اف بر روی مو این فرمولا رو باید بلد باشی اف نیروی کشش ریسمان نیروی کشش ریسمان درسته؟ خب ریسمان رفت سایش کشش ریسمان رو افزایش دهیم نیروی کشش رو مو هم که میدونی چگالی خطیه چگالی خطی هم برای یک ریسمان اگر تو امتحان بهت ندن یا در کنکور ندن تو بلد هستی که بیای جرمشه تقسیم بر طولش کنی حالا این ریسمان میتونه تار هم باشد یه تار صوتی باشد درسته؟ یعنی چگالی خطی هست جرم تار یا ریسمان تقسیم بر طول تار یا طول ریسمان طول تار یا طول ریسمان این فرمول ها رو باید دیگه حالا ما باید بلد باشیم دیگه خب خدمتت ارز کنم که حالا این کشش ریسمان افزایش بدم چه اتفاقی میفته خب وی با جذر این زیاد بشه خب با این رابطه مستقیم داره چون صورت کسره پس چه اتفاقی میفته تندی موج زیاد میشود درسته خب طول موج چه اتفاقی براش میفته مگر الان یادت باشه تو رابطه های قبلی چی گفتم بذار اینم اینجا داشته باشم گفتم لاندا مساوی است با وی بر روی اف درسته خب اف که بسامد ویژگی چشمه است حالا میگه بسامد به جای افزایش یعنی افزایش ندم دیگه خب تندی موج چه اتفاقی میفته براش تندی زیاد بشه خب معلومه لاندام با اون رابطه مستقیم دارد طول موج هم افزایش مییابد درسته؟ خب بسامت هیچ تغییری نمی کند چون بسامت از ویژگی های چشمه موج است حواست باشه از ویژگی های چشمه موج است یعنی قشنگ یعنی شما باید این فرمول ها را تو ذهنت بسپاری کار کنی راهش اینی که بنویسی و بدونی چی و چی هست اینم از سوال دوازده کامل دارم درسنامه برای توضیح میدم بریم ببینیم سوال بعدی چی خواهد بود لطفا به این سوال سیزده بسیار بسیار دقت کن گوش بده بین چی میگم <تصفح> مسخایی میکنم میگی شکل زیر یک تصویر لحظه ای از موج ارزی در یک ریسمان کشیده شده را نشان میدهد موج به سمت چپ میره یعنی اینم جهت حرکت موج داده به سمت چپ با رسم این موج در زمان تی چهارم بود نشان دهید جزء ام ریسمان در این مدت در چه جهتی حرکت کرده است همچنین روی این موج دامنه موج و طول موج را نشان دهید ببین گوش بده خیلی خیلی ساده بهت بگم دامنه بلندی دیگه خب این که دامنه موج یا اینه میتونی بگی که این دامنه هست درسته یا میتونی بگی این دامنه هست هیچ فرقی نمیکنه ببین از این نقطه تا این نقطه میشود چی الان من اگر حواسم باشه از این نقطه به این نقطه میشود یک طول موج درسته کوسینوسی هست دیگه درسته این به سمت چپ میره شما میدونی این من میتونم چهار قسمتش کنم این یه قسمتش این یه قسمتش این یه قسمتش این یه قسمتش درسته؟ خب حالا مگر این چهار قسمتش کردم یعنی یک دوره تناوب یعنی لانده یعنی یه تکرار درسته اینم میشه نیمه تکرارش این بر حالا کاری ندارم خب این میشه هر این یعنی الان در یک رفته برگشت یعنی یک تی کامل تی چهارم این تی چهارمه این قسمتم تی چهارمه اینم تی چهارمه اینم تی چهارمه از یه قله به قله دیگه یا از یه دره به دره دیگه اینم میتونی بگی دوره طول موج هست فاصله دو قله متوالی یا دو دره متوالی یه نقطه آغاز درسته خب تا یا از اینجا میتونی تا اینجا رم بگی باز یک طول موجه به یه نقطه آغاز دیگه از اینجا میره بالا دوباره از اینجا میره بالا بس از این فاصله هم یک طول موج خواهد شد ببینید رو قشنگ روی نمودار بدون وقتی که بدونی مشکلی نخواهد شد میگه به اندازه تی چهارم بود نشان دهید ده به سمت چپ میره خب تی چهارم بیام یعنی اینکه بیام یه خونه این حرکت بدم دیگه یعنی از اینجا بیارمش اینجا درسته؟ یه تی چهارم بیام خب بیام پایین اون موقع اگر من بتونم مثلا قشنگ بکشم انشاءالله مثل این درسته آنچه که اتفاق میفته اینم میشود چی میره جلو دوباره یه دونه میفته اینجا دیگه درسته به اندازه تی چهارم اومدم عقب درسته چون گفتیم از یه قله یا تو قله دیگه یا از یه دره تا دره دیگه یه دوره تناوبه و یک طول موج هم هستش خیلی خیلی ساده بعد میگه اگر طول موج 5 سانتی متر و تندی موج ده سانتیمتر بر ثانیه باشد بس آمد ببین اینه حواست باشه اشکالی نداره چون هر دو به سانتی الان نگفتیم مگه وی مساوی است با لاندا تیوم بود درسته در سوال های قبلی اگر داری نگاه میکنی خوب میای بعد گفتیم تی مساوی است با یک افوم هست درسته یا اف مساوی است با یک تیوم هست میتونم بگم وی مساوی است با لاندا اف درسته خیلی خیلی ساده بعد من الان چی را از من میخواد طول موج داده یعنی لاندا را دارم 5 سانتی متر وی هم دارم 10 سانتی متر بر ثانیه درسته بعد از من اف میخواد خب اینکه کاری نداره من میدونم اف مساوی است با وی بر روی لاندا یعنی مساوی است با اف مساوی چون هر دو بر حسب سانتی مترن هیچ ایرادی ندارد اون بر حسب هرتز به دست میاد نمیخواد یکی ها یکی هن. یه تقسیم میخوای کنی این چه بیای مثلا به متر تبدیلشون کنی یعنی هر دو را به صد تقسیم کنی باز همون میشه دیگه چون به عدد یکسان تقسیم کردی یعنی اف مساوی است با ده تقسیم بر پنج میشه و دو هرتز یعنی بسامت چی شد؟ به دست اومد بس هست به هرتز تعیین کنید موج در مدت تی چهارم چه فصل مسافتی رو طی میکند طول موج خب معلومه دیگه در یک تی کامل و اندازه یک لاندا میره درسته در یک تی کامل دوره در تی چهارم به اندازه چقدر میره لاندا چهارم میرود دیگه این خیلی ساده باید استنباط کنی سریع جواب بدی اینم بنویسی اینجوری یعنی بگی علم مساوی است با لاندا چهارم چه طولی را میرود لاندا پنج پنج تقسیم بر چهار کنی میشه بعد یک ممایز 25 سوال دیدی به همین سادگی جواب داده شد حالا باید بریم بریم سوال بعدی میخوایم چی حل کنیم قشنگ دقت داشته باش قشنگ بنویس تا یاد بگیری فیزیک بدون نوشتن یادگیری رخ نمیده با خودت حرف بزن به خودت توضیح بده اینا هیچ ایرادی ندارن بریم سراغ سوال چهارده خیلی قشنگه تو این سوالا میخواد ببین همش طول موج بدونی لاندا چیه دامنه را بدونی چی هست میگی در نمودار جابجایی مکان موج ارزی شکل زیر دلتا ایکس چه... چهار چهل سانتی متر تو بلد شدی دیگه از یه قله تا یه قله دیگه مگر نمیشه لاندا طول موج درسته و دلتا وای یعنی از محور ایکس تا یکی از قله ها تا یا یکی از دره ها میشه دامنه درسته طول موج دامنه تندی و دوره تناوب موجی گفته به دست بیاد چقدر با سوال های ساده داره ما را به قولی میگن کمک میکنه که یادگیریمون عمیق بشه من میدونم فاصله دو قله متوالی فاصله دو دره متوالی یا به عبارتی ریاضی بگیم دو تا ماکسیموم دو تا مینیموم حالا کاری ندارم یا از یه نقطه به نقطه دیگه مثلا اسم این نقطه رو بذارم a این نقطه رو بذارم بی اینه بذارم سی اینه بذارم دی ببین اینجا به بالا شروع میشه اینجا به بالا بگیم شروع میشه اینجوری میشه دیگه همینجوری از آ تا بی هم حواست باشه از آ تا بی هم مثل دلتا ایکس چهل سانتیمتر قشنگ اینا را حواست باشه یعنی از یه نقطه مشخص یا نقطه مشخص دیگه بری موج سینوسی میبینی یا که سینوسی میبینی هیچ فرقی نمیکنه خب من میتونم این قضاوت کنم بس اینا میشن چی طول موج و میدونی که طول موج رو با لاندا نشون میدن یعنی لاندای ما همون همون دلتا ایکس مساوی با 40 سانتی متر بعد دامنه هم میدونم که دلتا وای مساوی است با دامنه هست یا آ دیدیم فسیات گرفتیم اینو میگیم 15 سانتی متر دیگه این چیز سختی نیست تندی را حساب کنید بلدی دیگه خب بعد بس داده 80 هزار 80 هرتز هشت هرتز از میکنم 8 هرتز من چشمم بد دید 8 هرتز من میدونم که من چی را میخوام ازش افه میخوام وی را میخوام من میدونم که وی مساوی است با لاندا اف هست همون وی مساوی است با لاندا تیومه که نمیخواد دو دوره تناوبش من بذارم چون بسامد داده یعنی مساوی است با لاندا چقدر هست حالا ولی حواست باشه ها باید حتما سانتی متر متر تبدیل کنی یعنی بنویسم چهل ضرب در ده به توان منهای دو متر ضرب در بسامد هشته چهل ضرب در هشت نکنی یا اینه باید ضرب در چهار هشتا سی و دو تا یه صفر یعنی سی سد و بیست دو رقم اشار میخوره میگی سه و دو دهم متر بر ثانیه تندی به دست میاد بعد گفته دوره تناوب منم میدونم که دوره تناوب عکس مسامت هست یعنی مساوی است با یک بر روی هشتاد درست یک بر روی هشت از خواهی میکنم میشود چقدر؟ 125 و هزارم و ثانیه دیگه یک هشتم ولدی اینم چی شد به دست آوردم دوره تناوب شد به دستش آوردم چیز سختی نیست خب اینم از این بریم ببینیم سوال بعدی چی خواهد بود برات بریم سه تا سوال حالا نسبتا ساده 15 و 16 و 17 رو با هم دیگه حل کنیم بره البته 17 مقدار نکته داره الان بهش برسیم خواهی فهمید چرا چون در تبدیل فرمول اونجا داریم ولی دقیق بهت میگم یاد بگیری هم نهایی بتونی هم تو کنکورم ببین اساس طراحی ساده کنکورم کتاب درسیه شکل زیر موج ارزی در یک ریسمان را نشان میدهد که با تندی خب ببین خب میگیم در راستای انتشار به این وره راستای ارتعاش به این وره برای هر ذره یادمون باشه موج ارزی دیگه در حالی که تندی ذره نشان داده شده ریسمان وی ذره است آیا این دو تندی با هم برابرن توضیح دهید ببین تندی انتشار خود موج در محیط در محیط به چی بستگی دارد خب به محیط من اینجا ریسمانه محیط من ریسمانه دیگه یعنی محیط من خود ریسمان حواست باشه از وی مساوی است به رادیکال اف بر روی مو به دست میاد خب این ذره هم نوسان میکند ولی عمود بر راستای انتشار نوسان میکند و ذرات هم نوسانشون در نقاط مختلف متغیره در نقاط مختلف متغیر است اینجوری نیست که با اون برابر باشد این حواسمون باشه این میخواسته که از بحث تعریف موج ارزی تو بلد هستی یا نه بریم سوال بعدی چی میگه میگه شکل زیر یک موج باز مرحوم اون ها یک موج سینوسی را در لحظه از زمان نشان میده که در جهت محوری در طول ریسمان کشیده شده حرکت میکنن موج موج ارضیه چهار جزء این ریسمان نشان داده شده است جالبه بدونی که اینها الان فکر نکنه اینها رو به بالا هستند درسته اینها اتفاقا رو به پایین هستند. برعکس اون چیزی که داریم فکر میکنیم فکر میکنیم این میره بالا نه اینجوری جهت حرکت ذره شون حواست باشه راستای انتشار بر ارتع... راستای انتشار موج راستای حرکت ذرات چی هستن عمودن هم پایینیا به این عمودن هم بالایی ها. ولی برعکس در نظر بگیر خب اینم ساده بود بریم سوال 17 که گفتم سوال مهمیه میگه سیمی با چگالی 7.8 گرم بر سانتی یا رحمان یا رحیم رو را داده 7.8 گرم بر سانتی متر مکعب خب من باید چیکارش کنم حتما میدونم که خب تندی انتشار میخوام حساب کنم باید متر بر ثانیه به دست بیارم بر اساس بس حتما این را باید ضرب در ده به توان سه کنم چون میدونی که هر چیزی گرم بر سانتی متر مکعب را ضرب در ده به توان سه کنی اون موقع میشود چی هفت و هشت ضرب در ده به توان سه کیلو گرم بر متر مکعب این حواسم باشه تبدیلی که انجام ندی چه نهایی چه در کنکور یقت بدجوری برجو بد تسبیده میشه ها حواست نمیشه دوچار مشکل میشی بعد گفته چی؟ بین دو نقطه با نیروی 156 نیوتون کشیده می شود یعنی اف من برابر با 156 نیوتون هست چه بلایی بود اون سر ما اومد درسته خب سطح مختم داده نیم میلیمتر مربع هست یا رحمان یا رحیم من باید میلیمتر مربع را حتما اگر به سانتیمتر متر بخوایم تبدیل کنیم ضرب در ده به توان منهای چهار میکنن یادت باشه اگر ضرب در ده میشه بعد اون موقع نیم ضرب در ده به توان منهای چهار سانتی متر مربع اما اگر خواستی این را به متر مربع تبدیلش کنی حتما حواست باشه که چون متر مربع برای من مهم هست یکاها بر حسب چی باشن در اس آی درست باشن اگر درست نباشه است در یکاها را نیاری حتما تر راه عزیز اگر سوال کنکوری باشه بعیدم نیست فیزیک سوالای خیلی سختی نمیدن تسلط رو میخواد یه جوری میده که تو گزینه ها تو تبدیل واحد انجام ندادی اون تو گزینه هست فرمول بلدی فقط کار ساده ای تبدیل واحد انجام ندادی خسته نباشی دلاور پهلوان قهرمان حواست باشه این کار نکنی این حواست باشه اگر من بس میشود نیم دروده ده به توان منهای شیش کنی باید میشود متر مربع خب حالا تو به من میگی خب اینا رو دستت درد نکنه من فرمول چی بلدم من فرمول بلدم که وی مساوی است با رادیکال اف بر روی مو منم میگم خودت دستت درد نکنه میدونی که مو مساوی است با ام بر روی ال هست چگالی خطیه خب بس اگر به جای مو بذارم ام بر ال به چی تبدیل میشه اف ضرب در ال طول سیم تقسیم بره اون موقع چی می شود؟ ام می شود باریکلا بعد میگی از فیزیک دهم ده بلدم که رو مساوی است با ام بر روی وی درسته احسن بر تو هماشالله رفتی خوب رفتی یا چراغ نفتی گوش بده رو مساوی است با ام بر روی وی از روی این میتونم به جای ام بذارم رو ضربه در وی ها کلا خوب داریم پیش میریم ها یعنی میشود اف ضربه در ال بر روی رو ضربه در وی باری کلا رو پیدا شد سلام بر رو درسته؟ خب حالا باید چیکار کنم؟ سطح مخته رو دارم میدونم که سیم استوانه شکل است و در یک استوانه مساحت قاعده ضربه در ارتفاعتم که طول سیمه درسته آ ضربه در ال میشود حجمت حجم سیمت ها ماشالله اینجا میذاری چی؟ اف ضربه در ال بر روی رو ضرب در آ ضرب در ال ال با ال خدا نگهدار به فرمول اف بر روی رو آ رسیدی هم رو را داریم هم آ را داریم هم اف را داریم وی را به دست میاریم کار سختی نشد خب برم ببینم چی کار میکنم خب اینا را گفتم که دونه دونه آه انار دونه دونه خوشت بیاد یاد بگیری یعنی وی مساوی است با رادیکال اف چقدره جناب 156 نیوتن خب چگالی چقدر بود گفتم 78 ضرب در ده به توان 3 میکنی کیلوگرم بعد ضرب به دره اونم که چقدر بود نیم ضرب در 10 به توان منهای 6 این رو باید انجام بدیم محاسبات ماشین حساب آزادتر آزاد دره میشه دیویس متر بر ثانیه این البته حتما طوری هست که چون دیویس شده حتما دیویس جذر چه عددیه؟ میدونی دیگه دیویس جزر چهل هزاره یعنی این حتما جوابش چهل هزار بوده زیر رادیکال که جزر گرفته شده دیویس متر بر ثانیه اینم از این سوال لذت زیادی بردی خب بعد از این میخوایم بریم ببینیم که سوال بعدی ما چه خواهد بود پس میبینیم که فصل امواج و نوسان چیز سختی نیستش باید برداری خودکار را بیاری قلم را بیاری همیشه بنویسی تا ننویسیم تسبیتی در درس محاسباتی رخ نمیده خب اینم گوش بده بریم ببینیم سوال بعدی چه خبره این به سوال 18 میگم از دست تو ای هوار هوار داره میاد فصل بهار گوش بده قشنگ گوش بده امواج الکترومغناطیس اولا بدون که یادت نره تو نهایی نیاد نوش امواج ارزی هستن ها امواج ارزی هستند خب از رابطه میدانهای الکتریکی اینا رو بلدی دیگه و میدانهای مغناطیسی به وجود میآیند میدانهای مغناطیسی به وجود می آیند این دیگه یادت نره اگر میدان الکتریکی تغییر کنه میدان مغناطیسی تغییر میکنه میدان مغناطیسی تغییر کنه میدان الکتریکی تغییر میکنه خب رابطه متقابل دو میدان رابطه متقابل دو میدان یعنی در تغییرات دو میدان انتقال نوسان میدان میشود باعث انتقال نوسان میدان میشود خب نتیجه چی میشه از نقطه به نقطه دیگه میشه میشه انتشار موج انتشار موج حالا این ترتیب را ندونی من فکر میکنم باید درس نخونی اینه حواست باشه چرا میگم این ترتیب را باید بدونی به خاطر اینکه این را در بحث بعد از این نوسان امواج در فیزیک اتمی و فیزیک هسته‌ای که البته بیشتر در فیزیک اتمی هست داری و باید بلد باشی اینها را تیف های الکترو مغناطیس موج های یه تیفی را داره کامل نشون میده ببین از این ور گفته پرتو گاما زحمت کشیده برعکس داخل کتاب گفته خب پرتو گاما باشد خب پرتو ایکس باشد دونه دونه میریم سمت خونه درسته بعد از اون فرابنفشه فرابنفشه پی فرابنفشه کیو مرئیه 700 400 تا 700 نانومتر طول موجش بلد باش 400 تا 700 نانومتر آر چیه فرو سرخه یه با آی آرم نشون میدم درسته خیلی سخت نیستا اس چیه رادیویی درسته خب حالا از این باز رادیویی هم بری برتر درسته به چی دست پیدا میکنی خب طول موج اموا بسامت های فوق پایینه اینا دیگه خیلی پایین هستن بسامت های فوق پایین بسامت های فوق پایین خب حالا چی میگه نام قسمت های از طیف را که با حروف علامت گذاری کنه مشخص کردیم پس این ترتیب برد باشیم گاما میگه اگر در طول تیف از چپ براست همون جوری که وایسادی دست چپت این وره نشون میده دست راستت این نشون میده یعنی میگه اینجوری برو اینجوری مستقیم برو مقدار کدام مشخصه های موج افزای شکاهش میابد به کدام ثابت میماند حواست باشد مشخصه های موج بلدی یعنی یکی شیه در روش سه تاش خیلی کار کن یکی بحث انرژی هست یکی بحث بسامت هست درسته یکی طول موج هست خب و یکی هم سرعته این سرعت ثابت میماند این حواست باشه بسامت ببین یادت باشه این قشنگ دقت کن حواست باشه حالا من این رو پاک کردم ایرادی ندارد این قسمت گامات کمترین لاندا یا کمترین طول موج دارد بیشترین انرژی داره دارد بیشترین انرژی ولی این یکی بزرگترین لاندا را دارد مثلا امواج رادیویی دیگه مثلا میرسه به چقدر ده به توان 6 متر ده به توان چهار متر طول موجش رادیویی اینجا بودا خب اینجا لاندا بیشترینه انرژی موج خب حالا این رابطه را داریم HC لاندا اوم در مورد امواج الکترومغناطیس انرژی با طول موج رابطه عکس دارد یعنی طول موج زیاد بشه انرژی کم میشه بیشترین انرژی مال پرتو به گاماس خیلی خطرناکی کمترین انرژی مال ایناست چون بیشترین طول موجه دارن خب بس چجوریه؟ حواسمون باشد که طول موج زیاد میشه به این ورمی های بسامد یا اف هم کاهش میابد پس بس بیشترین بسامت مال پرتوهای گاماست خواهشن این ترتیب را حفظ باش حالا در کتاب از راست راس به چپ یا چپ به راستش فرقی نمی کند این ترتیب حفظ حتما و حتما حفظ باش چون خیلی جاها به دردت میخوره و خیلی هم کمکت میکنه ممکن یه سوال حت به نهایی که بیاد که هیچ در کنکورم بیاد مفت از دست ندیم باید بریم ببینیم که در سوال بعدی به چه چیزی برخورد خواهیم کرد اینه داشته باش تا سوال بعدی سوال 19 رو میخوام برات حل کنم باید کلی قصه بگم اینجا چیز ساده یا هم ولی میخوام اصولی یادت باشه در امواج الکترومغناطیس ما میدونیم میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر هم چی هستند بر هم عمود هستم بنا نیست که همینجوری حل کنم فقط برم جلو درسته خب امواج الکترومغناطیس هم میدونیم امواج ارزی اینا همیشه بر همچی هن. الکتریکی مغناطیسی عمودن میدان الکتریکی را بلدی از فیزیک 11 هم با این نشون میدن مغناطیسی را با بی نشون میدن خدا را شک اینا را بلدی اینا بر راستای انتشار یا وی چی هستن اینها هم هر دو بر راستای انتشار عمود هستند یادمون باشه <تصفح> بعد قاعده دست راست را میریم قاعده دست راست را میریم خب خب اما ببین انرژی هم در راستای وی منتشر می شود در راستای وی هر جایی که وی میره انرژی هم همون بر میره درسته کار سختی نیست قشنگ دقت کن اگر شکلی که میبین محور های سه بودی را میخوایی بکشی اینجوری میکشن خب سه بود فضاست دیگه اینه باید بلد باشی این ایگرگه این ایکس این زده حواست باشه این قسمت میشه منفی زد این قسمت میشه منفی ایکس و این برم میشه منفی ایگرگ اگر برداری بری این قسمت مثبت آیه این قسمت منهای آیه این قسمت حاک منهای کی بهش میگن اینجا رو میگن کی مثبت اینجا رو میگن مثبت جی اینجا رو میگن منفی جی درسته حواست باشه بعد حالا اگر یادت باشه بذار اینم شکل کتاب اگر یادت باشه به چه صورتی بود شکل کتاب اومده بود امواج الکترومغناطیس را میخواست نشون بده اومده بود که اینم گذاشته بود زد بعد اومده بود این جناب ایکس را ادامه داده بود بعد یه چنین شکلی کشیده بود بعد گفته بود که اینجوری درسته بعد اومده بود این را اینجوری کشیده بود اگر اشتباه نکنم بعد اومده بود اینا را عمود کرده بود بر هم دیگه حواست باشه یکیشی گفته بود اینا چی هستن الکتریکی یعنی پایین یا مغناطیسیه یعنی این بیه این ایه اینا رو عمود بر اینه پاهاشون عمود بر همه درسته بعدش اومده بود در ادامهش اینا رو کشیده بود درسته این هم دوباره الکتریکی به سمت پایین اینا رو حواست باشه بعد دوباره میخواستی بکشی این را اینجوری میکشیم درسته بله قشنگ میخوام یادت بمونه بعد دوباره الکتریکی را به سمت بالا عمود بر این میکشیم و قصه هایی که اینجا اینجوری وجود داره بعدی هم همینجوری ادامه بده این جهت حرکت بود یا جهت اینم میذاشتیم سرعتم میذاشتیم هیچ فرقی نمیکرد خب اینا رو خوب فهمیدیم فضای سبودی هم فهمیدیم حالا بریم ببینیم این سوال چی میگه سوال میگه شکل زیر یک میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیس سینوسی را در نقطه معین و دور از چشم در یک لحظه نشان میدهد موج انرژی را در خلاف جهت زد این انرژی گفتیم با وی منتشر این زد این جهت مثبتش خلاف جهتش میشه به این بر. یعنی انرژی وی به این وره درسته؟ خب جهت میدان مغناطیسی موجود در این نقطه خب من اینگه بکشم مگر میدان مغناطیسی بی ماید بر برای هر دو تا اینها این نقطه اینجوری باید بکشم دیگه اینم میشه باید بی پس کار سختی نخواهد شد درسته؟ کار سختی نخواهد شد که این را هم خیلی خوب فهمیدی بریم ببینیم سوال بعدی چیه؟ ما دنبال اینیم که در نهایی 20 بشی یعنی دونه دونه تمرین های کتاب حل کنی وقت بذاری با من جلو بری یاد بگیری چون چهل درصد در کنکور ساده و شوخی نیست باید نمره بالا بیاری میگه این سوال 20 21 که حل میکنم از علاقه های طراحان امتحان نهایی هم هست و کنکورم حالا با کمی تغییرات یه ذره پیچوندن میدن طول موج نور نارنجی در هوا لاندا را داده بله دیگه باید بلد باشی این اصطلاحات را خب لاندا چقدر شش ممیز دو دهم هم ضرب در ده به تمام های هفت متر خدا پدرش بیا بیامرزه که در یک های اس SI داده حالت نگرفته بس آمد این نور چند هرتز است خب من میدونم پایینش نگاه کن سرعت نور را در هوا داده 3 ضرب در 10 به 8 متر بر ثانیه دیگه نباید بلد باشی در آب 2.25 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه است بس از اینجا میفهمید که سرعت نور در هوا از آب چی بیشتر دیگه 3 ضرب در 10 به توان 8 بزرگتر از 2.25 ضرب در 10 به توان 8 ده هشته. بس اومنده بس آمده این اینه میخواد من بلدم دیگه دیگه این کاره نداره که درسته یعنی همون وی همون سیه اینجا وی همون سیه هیچ فرقی نمیکنه ها یعنی میای میگی چی اف من بلد هستم بسامت آمد مساوی با مگر وی برابر با لاندا اف نبود درست اگر یادت باشه وی برابر با لاندا اف بود درسته از این میتونی میتونی بگی که f مساوی است با چی هست وی بر روی لاندا درست از این رابطه به جای وی بذاری سی یعنی بگی اف مساوی است با سی بر روی لاندا کار سختی نیست خواهشان اینا رو کنار هم قرار بده سی همون وی هست یه چیز جدید اینجا اختراع نشد حواست باشه نگران نباشی من میتونم بگم که اف برابر است با خب سه ضرب در ده به توان هشت تقسیم برانه متر بر ثانیهش هم بذاریم بد نیست چون باید تهشی بمونه ثانیه بماند درسته اینم شش ممیز دو ضرب در ده به توان منهای هفت متر متر مومتر متر میره از به ثانیه میشه هرس یک بر روی ثانیه میشه یک های هرس درسته یک بر روی ثانیه همون هرسه حواست باشه خب چون ثانیه میره تو مخرج دیگه متر با متر میره اینه به این تقسیم کنی عدد عزیزی که بهت خواهد داد میشود چهار ممیز هشت در نهایی ماشین حساب آزاد هرتز یا یک بر روی ثانیه خواهد شد درسته؟ حالا قسمت دوم چی میگه؟ میگه بس نور قرمز این قده حالا این دفعه حالا زحمت کشیده یعنی افه بهت داده طول موجه میخواد در هوا و آب حساب کنی رو هوا باید حساب کنی دیگه از قدیم گفتن اونقدر تون بلدی یعنی رو هوا حسابش میکنی کاری نداره که من میگم لاندا حالا مسابقه جا, بجا بجا کنم این فرمول با هم لاندا مساوی است با سی بر روی اف درسته؟ خب بگم لاندای هوا درسته مساوی است با سی چقدر سه ضرب در ده به توان هشت تقسیم بر چهار سه ضرب در ده به توان چهارده از اینجا این به دست میاد 6 ممیز 9 ضرب در ده توان منهای 7 متر ماشین حساب مجازیه دیگه بلد باید باشی دیگه چون این با این ساده کنی بره بالا سرم تقسیم بر 4 و 3 دهم کنی این عدد بهت میده بره بالا منفی این با این ساده میشه 7 میشه میره بالا میشه 10 به توان منهای 7 این دیگه بلدی اما لاندای آب دوباره یعنی حالا سی آب را یعنی دو 25 ضرب در توان 8 را تقسیم بره اینم باز همونه دیگه چهار سه دهم ده هم زرد به ده به توان چهار ده درسته؟ خب اینکه کاری ندارد دوباره این میره بالا اینه به این تقسیم میکنی عددی که بهت خواهد داد پنج دو ده هم زرد به ده به توان منهای هفت متر یعنی طول موج را در هوا و در آب حساب کردی چیز خاصی نبود بریم ببینیم سوال 21 چیه؟ میگه چشمه موجی با بسامد ده هست در یک محیط که تندی انتشار موج در آن 100 متر بر ثانیه است نوسانهای طولی ایجاد می کند. اگر دامنه نوسان ها 4 باشد میگه فاصله بین تراکم متوالی دو موج چقدره ببین ما میدونیم نوسان طولی یادت بود مثلا فنر فشرده امبساد فشرده امبساد فشرده امبساد فشرده امبساد. امبساد ما اینا رو میگفتیم تراکم خب اینا رو میگفتیم انبساط یعنی فشرد فاصله دو تراکم میشه لاندا یا فاصله دو انبساط میشه بعد چی لاندا چیز سختی نیست که بعد من چجوری میخوام لاندا رو به دست بیارم خب من میدونم که اینا رو قصه اینجا گفته دیگه بسامد دارم اف چقدر ده هرتز درسته تنده انتشار وی چقدر 100 متر بر ثانیه درسته 100 متر بر ثانیه زحمت کشیده من لاندا رام فاصله دو تراکم متوالی یعنی لاندا فاصله دو انبسات متوالی هم لاندا درسته خب این دیگه کاری نداره اینا رو بدون دیگه در موج ارزی میگی قله دره قله دره اینجا میگی قله دره میشه لاندا این میشه لاندا در موج ارزی در موج طولی دو تراکم دو انبسات فاصله شون دو تراکم دو انبساد دو قله دو دره دو قله دو دره دو تراکم دو انبساد در طولی در ارزی دیگه اینا رو خواهشن بنداز تو اون کله همیشه یادت بمونه خب حالا میام چیکارش میکنم میگم اف مساویس با ده هرتز وی مساویس با 100 متر بر ثانیه کاری این که لاندا میدونم برابر با وی بر روی اف یعنی مساوی است با 100 تقسیم بر 10 میشود چقدر 10 متر خب حالا به من میگه چی؟ فاصله بین یک تراکم و یک انبساط چقدره؟ خب فاصله یک تراکم یک انبساط میشه نصف طول موج دیگه این که کاری نداره یعنی لاندا دوم میشود یعنی ده تقسیم بر دو میشود چقدر؟ پنج متر درسته؟ خیلی سخت نبود پس این سوال ساده مطالب رو باید خوب بفهمی بندازی تو این کله تا هیچ وقت یادت نره خب اینا رو گفتیم حالا باید ببینیم سوال های بعدی چه خواهد بود خب با سلام مجدد به امید خدا بریم سوال 22 را حل کنیم این سوال 22 کتاب هست این جلبته میخواد بگه که اغرب های این دیگه نیومد چون صفحه به صفحه بود میگه اغرب های ماسعی وجود تومه را با امواج حرکت با امواجی که برای سر حرکت تومه در ساحل شنی تومه در ساحل شنی حرکت کنه امواج تولید میکنه اینا احساس میکنن درسته خب این امواج که در سطح ماسه منتشر میشه من دو نوعن امواج ارزی با توندی وی تی پنجاه متر خدمت شما عرض کنم که بعد میگه که پایین البته مشخص کرده و امواج تودی با توندی وی ال 150 متر بر ثانیه اغرب ماسعی میتواند با استفاده از اختلاف زمانی بین زمان رسیدن این امواج نزدیکترین پای خود فاصله خود از تومه را تعیین کند بعد بره سراغش اگر این فاصله اختلاف زمان چهار میلی ثانیه باشد تومه در چه فاصله از اغرب قرار دارد یه نوع استفاده از فرمول های استفاده از فرمول حرکت شناسی است خب چرا؟ چون ببین شما وی را داری دلتا تی هم داری دنبال دی یا ایکس هستی دیگه خیلی چیز سختی نیست اگر من اینجا نگاه کنم وی ال سرعت امواج طولی 150 متر بر ثانیه هست درسته بعد وی تی امواج ارزی چقدر 50 متر بر ثانیه است پس وی ال از وی تی بیشتر هست خب در نتیجه زمانی که اینا سرعت بیشتر باشه زمان کمتری میرسه دیگه بس میتونیم بگیم دلتا تی ال کمتر از دلتا تی تی هست یعنی این دیگه یه چی واقعیت دیگه سرعت و طولی بیشتر باشه خب در زمان کمتری میرسه تغییرات زمانش خب حالا ما اینه بگیم تی ال کمتر از تی تی باشد حالا تی منظورم واجه ارزی هست خب من میدونم که دلتا تی اون موقع میشود چی؟ تی تی منهای تی ال خب این کاری نداره من میدونم که شما بلد هستی وی از حرکت شناسی بلد هستی دلتا ایکس بر روی دلتا تی هست درسته؟ یا می نویسی دی بر روی دلتا تی بعد میتونی بگی چی از این میتونی بگی که خب خدمتت ارز کنم که دلتا تی مساوی است با میتونیم بگیم که میتونم اینجوری بگم دلتا تی مساوی دی بر روی وی درسته؟ خب دلتا وی حالا اختلاف ها رو بگیم اینجوری قشنگتر میشه پس میتونم بگم که حالا من اینه میتونم بگم دلتا تی مساوی است با دی بر وی تی منهای خب تی کدوم یکی بیشتره تی ارزیه بیشتره دیگه بخاطر هم وی تی اول نوشتم دی بر روی وی ال درسته یعنی اختلاف این میشود یعنی الان می دلتا تی هست این دیگه به جای تی تی گذاشتم دی بر روی وی تی به جای تی ال هم گذاشتم دی بر روی وی ال نگو از کجا اومدا خب دلتاتی رو خودش داده چهار میلی ثانیه است میلی میدونم یعنی یک هزارم یا ده به توان من های ثانیه بس باید زحمت بکشم اینجا بنویسم چهار زرب در ده به توان من های ثانیه مساوی است با دی بر روی این پنجاه متر بر ثانیه هست من های دی بر روی صد و پنجاه متر بر ثانیه خب اینا رو باید حل کنیم اینه یه مخرج مشترک بگیرم نتیجهش میشه و دو دی بر روی 150 متر بر ثانیه بعد از اینجا دی را میتونم به دست بیارم که دی من به دست میاد حدودا 3 دهم متر که همان 30 سانتی متر خواهد بود و چیز خاصی نبود یه ذره باید دقت میکردیم این فرمول خاص حرکت شناسی هست که شما میدونید که در این فصل برات خیلی خیلی چی دارد کاربوت دارد خب حالا بریم بریم سوال بعدی چی هست گفته توضیح دهید خدمتت ارز کنم که کدام یک از های زیر بر تندی صوت در هوا یا باشه وارد باش موج صوتی شدیم که دیدیم که موج صوتی خدمتت ارز کنم که برای انتشار چون جزء امواج مکانیکی هست به محیط مادی نیاز دارد یعنی به هوا مایه گاز نیاز داره درسته بعد این بلدیم در سرعت صوت علاوه بر جنس محیط دمای محیط هم موثر هست با توجه به این گفته کدام یک از عوامل های زیر و تندی سرعت صوت بعد اینم میدونیم که در جامدات عموما بیشتر از مایعات مایعات بیشتر از گاز هاست این اسو هم بلدی نشانه جامد مایع گاز هست خیلی چیز سختی نیست بعد همچنین الان گفتم دیگه سرعت صوت به جنس محیط و دمای محیط بستگی دارد خب یعنی به این دوتا بستگی داره خیلی باید اینجا دیگه برای خودمون سختگیری نکنیم خدمتت ارز کنم که حالا گفته کدام یک یعنی این چهار جوابی گفته این چکل موجه دامنه موجه بسامد موجه دمای حواست نه این دمای هوا را میزنیم دیگه درسته دمای محیط اما این شکل موجه و دامنه موج و بسامت اینه بدون که اینها از ویژگی های از ویژگی بارها دارن اینجا تو سوال تکرار میشن دیگه آدم ندونه اینه یادش بره خداش خیلی خنده دار میشه از ویژگی های چشمه موج هستند از ویژگی های چشمه موج هستند حواسمون باشه که با این موضوع چی میکنه فرق خواهد کرد برم سراغ سوال 24م میگه در سونوگرافیتون این سوال س... معمولا از کاوه دستی موصوم به ترا... تر... تر... تراگذار فراسوتی برای تشخیص پزشکی استفاده میشود که دقیقا روی ناحیه مورد نظر از بدن بیمار گذاشته و حرکت داده می شود این کاوه در بسامد 6 ممیز 7 همه هرس هست خب میگام میدونی یعنی یعنی ده به توان شیش اینا دیگه باید یه چیزایی که از فیزیک دهم ده فصل یک جای کلیدی ماست این یک ها رو دیگه باید بدونیم میارن اینجا اینا رو داخلش قرار میدن که به امید تو کاربردیه اون فصل اول فیزیک دهم ده برای ما یه جای کاربردی باید بدونیم بعد اینجا اومده زحمت کشیده مقدار اف را داده دیگه بلدی فرکانس یا بسامت شش ممیز هفت همه ضرب در ده به توان 6 هرتزش میکنم چون میخوام محاسبات انجام بدم بسامت ای یا اومگا را از من داره میخواد خیلی ساده است اگر تندی موج صوتی در بافت نرمی از بدن 1500 متر بر باشه طول موج این موج در این بافت چقدر هست یه دو تا فرمول خیلی ساده را من بلدم برای اولی باید بگم اومگا مساوی است با دو پی اف یعنی مساوی است با دو ضرب در حالا در کنکور باشه میگه پی را شما بگیر سه دیگه حالا میتونی بذاری سه ممیز ده. اشکالی نداره اگر تو امتحان نهایی کنکور اگر بهت گفته بود سه بگیر بگیر نگفته بود سه هم بگیری اگر مصحح یا کنکور معمولا میگه در نهایی هم باید نمرت بده دیگه الان دیگه بالاخره شما حدودی گذاشتید چون ولی ماشین حساب چون آزاده در امتحان نهایی ماشین حساب معمولی چهار عمل هستی هرتز اینم در این ضرک کنیم یه چیزی حدود خدمتت ارز کنم که به دست میاد چهار ممیز ده ضرب در ده به هفت رادیان بر ثانیه این یادمون باشد که رادیان بر ثانیه یکای های اومگا یا بسامد زاویه ای هست خب بعد گفته تندی موج داده گفته وی هزار و متر بر ثانیه هست خب خسته نباشه بعد گفته که لاندا را من میخوام به دست بیار خب وقتی که اف را هم دارن خب این فرمول خیلی معروفی که ما داریم همش استفاده میکنیم دیگه خب ما بلد هستیم که لاندا مساوی است با وی بر روی اف دیگه این تو سالهای قبل اینقدر گفتم که به دست آوردنش خیلی ساده است دیگه باید بدونی 1500 را کافی است تقسیم بر 6 ممیز 7 ضرب در ده 10 ده ده به توان حالا من توصیه‌ام این یکاها را بذار این مصحح قلقلکش نگیره اینجا نوم ازت کم کنه اینم بذارم میاد چون سوالای نهایی هم از کتابه ولی خب بالاخره مطالب کتاب مسائل این فصل من چه قصیات حدودا 2 و 24 ضرب در 10 توان منهای 4 متر به دست میاد میزان طول موج خب این سه سوال دیدید بریم تا بعد ببینم که سوال های بعدی چی هست شروع کنیم با هم دیگه به حل کردن خیلی خیلی ساده بفهمی چیز خاصی نیستش بریم تا سوال بعدی بریم ببینیم, ببینیم سوال 25 حالا چی میگه برات مشابه همون سوال جناب اغرب هست اینم چیز خیلی سختی نیست که دو تا سوال پیش حلش کردم میگه تندی صوت در یک فلز خاص برابر وی فلز است به یک سر لوله توخالی بلندی از آن از جنس این فلز به طول ال ضربه محکمه میزنیم شنونده ای که در سر دیگر این لوله قرار دارد دو صدا را میشنود یکی ناشی از موجی است که از دیواره لوله میگذرد و دیگری از موجی است که از طریق هوای داخل میگذارد ببین گفتیم صوت موج مکانیکی برای انتشار نیاز به چی دارد نیاز به محیط مادی دارد میگه مثلا این یه لوله هست بله یک لوله ای هست که در اینجا یک شنونده قرار داره اینم گوشش یک نفر میاد اینجا با چککش یه ضربه میزنه به این لوله یکی این بدنه لوله میگه صدا را براش منتقل میکنه دو تا صدا میشنوه یکی از بدنه لوله یکی هم از این هوای داخل لوله میشنوه اینه میخواد بگه ها اینم اینجا وایساده اینقدر صدا بلند بوده عصبانی هم بوده محکم زده اونور درسته میگه اگه تندی صوت در هوا وی هوا باشد بازه زمانی دلتاتی بین دریافت این دو صدا در گوش شنونده خب کاری نداره که من الان باز اینجا میگم و پریم فلس درسته از وی هوا چیه امنه بگیرم بیشتره دیگه خب این صدای این زودتر میشنوه از لوله میاد لوله دنگ میکنه از اون صدا میاد اینو زودتر میشنوه خب خسته نباشه کار خوبی میکنه اونو زودتر میشنوه اما در قسمت بعد این وقتی که این باشه خب زمان این اینم کمتر از این خواهد شد دیگه خب مشخصه زمانش کمتر خواهد شد و شما میدونی که دلتا تی درسته مساوی است با تی منهای تپریم خواهد شد حالا مثبت بخوایم بگیریم من میدونم که تی مساوی است با طول لوله دوباره اون هوای درون لوله رو باز اندازه طول لوله میده دیگه ال بر روی وی بعد میتونیم بگیم که تپریم هم هست چی؟ ال بر روی وی ا ال بر روی وی اینم و پریم این دیگه از این فرمول عزیز وی مساوی است با دی بر روی تی حرکت شناسی کرده جمع جورش میکنیم مسافت تقسیم بر زمان میشود سرعت در یک طرف این وسط این ساده جای تی و وی را عوض میکنیم این چیز سختی نیستش خب دلتا تی برابر خواهد شد به جای تی میذارم چی؟ ال بر روی وی منهای ال بر روی و پریم درسته؟ خب مشخص مخرج مشترک من میشود وی ضربه در و پریم خسته نباشم اونم میتونم بگم که ال یکی دیگه ال پریم دیگه ندارم من چرا پریم یه لول دیگه میتونم بگم میشود چی؟ این به این و پریم مرتبه ال و پریم میشه اینم میشه ال وی یعنی ال در و پریم منهای وی این رابطه را میگفت به دست بیار این دو صدا چقدر خواهد بود یعنی این دلتا تی رو دا داریم الان ما رابطهش اینجا گفتیم دیگه حالا گفت اگر این رابطه رو را منظورش بوده این قسمت اول این رابطه رو را به دست آوردیم یه موقع تو کنگور اینه ندنا حالا هی با یه چیز ساده ای حواست نباشه و چنان آدم اصابش خورد میشه اگر یه موقع بعدش بیا سوالا رو بررسی کنه میبینی که ای بابا همش از کتاب درسی بوده سوالا من خوب نمیخونم گوش نمیدم میگه اگه دلتاتی یک ثانیه باشد و فلز از جنس فولاد اگر تو نهایی کنکور باشه باید بهت بگی که وی پریم یعنی سرعت سرعت صوت در فولاد 5941 متر بر ثانیه هست این رو معمولا میدن جزء حفظیات نیستش طول لوله ایلم میخواد همون دیدیدون با توجه به اختلاف موجه ارزی و طولی اغرب جناب اغرب میفهمید که تومش در کجا تشریف داره اینجا میخوایم همون کار را انجام بدیم میاییم حالا به جای دلتا این فرموله را این شد دیگه به جای دلتا تی میذاریم یک مساوی است با ال در وپریم یعنی پنج هزار و یک منهای سرعت صوت در هوام سی چهل متر بر ثانیه هست این همه بلدن بر روی سی ضرب در 5941 کافی این منهای این کنی ضرب این را به اختلاف اینها تقسیم کنی از اینجا تقریبا طول لوله به دست میاد 360 متر حالا این را به دست میاری و جواب را می نویسی که سختی نخواهد بود حالا در قسمت های بعدی باید بریم که باش روی بحث موج صوتی از شدت و توان و سطح مخته و اینا میخوایم صحبت کنیم بریم ببینیم سوال بعدی چی خواهد گفت سلام مجدد بریم به امید خدا حل کنیم میگه موجی صوتی با توان د... یک ممیز دو در ده به توان منهای چهار وات از دو صفحه فرضی 26 شسه حالا من این صفحات فرضی اینجا نیا بردم یه موجی صوتی داره تولید میشه یه اینجوری دو <تصفحه> تا صفحه کشیده اینجا این موجی صوتی به این صفحات میرسه مساحت های اینا را داده یه نفر اینجا هست یه نفرم اینجا هست داره اینو میشنوه خب این شکل کتاب هست دیگه اینم بگید دو خب از این مساحت صفحه ها به ترتیب آیه که این سطح بگیم آیه گفته چهار متر مربع دو دوازده متر مربع هست بعد از من میخواد که شدت صوت رو در دو سطح به دست بیارم توضیح بدم چرا شنونده در محل صفحه دوم صدا را آهسته تر میشنود یعنی این شنونده منظورش است من میگم که شدت صوت برگردیم یه حالت درسنامه ای شدت صوت تعریفش رو بود گفتیم انرژی که در مدت یک ثانیه این تعریف های من دو جور هست و دو جور فرموله با هم قابل تبدیلن هیچ مشکلی هم وجود نداره به وسیله موج درسته به مساحت یک متر مربع عمود بر راستای انتشار این حواسمون باشه میرسد به وسیله موج به مساحت یک متر مربع میرسد یعنی ما میایم میگیم چی آی شدت موجود را با آی نشون میدن انرژی را با ای نشون میدن خب مساحت هم میگن آ ضربه در تی ما بلد هستیم درسته چی را بلد هستیم اینو بلد هستیم که توان چیه انرژی مصرف شده در واحد زمان هست یعنی من میدونم که پی مساویس با ای بر روی تیه پس از این میتونم به جای خدمتت ارز کنم که ایتیوم یعنی این قسمت بذارم پی یعنی آی مساوی با پی بر روی آ این توان متوسط انتقال انرژی هست توان متوسط پی بر روی آ و توانه توان بلدم وات وات بر متر مربع شدت صوت یکاش هیچ وقت فراموش نمی کنم درسته آ هم که مساحت است که بر حسب متر مربع اینجا دو تا مساحت داده توان داده خب مشخصه باید از این فرمول عزیز استفاده کنم و حلش کنم چیز سختی نخواهد بود به چه صورتی عمل میکنم یه بار برای اولی درسته <تص> شدت صوت را در دو سطح میخوام بگم میگم آی یک که همون آ که من برابر با چهار متر مربعه میگم مساوی است با پی بر روی آ هیچ بخ... سخت نیست یک و دو دهم ده در ده به توان منهای چهار وات بر روی چهار متر مربع وات بر متر مربع یکاش میشه این جواب میشود چی؟ سه ضرب در ده به توان پنج منهای پنج وات بر متر مربع و آی دو هم که خیلی ساده است جایگذاری ساده پی بر روی آ همین بحث های ساده را بفهمیم هم نهایی را جواب میدیم هم کنکور را چون خارج از کتاب نیست یک دو هم ضرب در همزر بوده در فتمان من های چهار وات بر روی دوازده متر مربع اینم میشه یکی زر بوده در فتمان من های پنج وات بر متر مربع براحتی از اینجا به دست اومد اما بریم سوال بعدی که سوال 27 هست با هم دیگه حلش کنیم در سوال 27 میگه شدت صدای حاصل از یک مته سنگ شکن خب البته این یه چیزی رو با جواب میدادم ها خب میگه چرا شنونده در محل صدا را حاصل زدن خب توانش چیه شنونده توان واحد بر واحد ساعت کمتری از شنونده اول دریافت میکنه دیگه این یک ضرب در ده به توان منهای پنج کوچکتر از سه ضرب در ده به توان منهای پنج اینم یادم نره خب شدت صدای حاصل از یک مته سنگشکن در فاصله ده متر از آن یک ضرب در ده به توان منهای دو وات بر متر مربع است تراز شدت صوتی آن بر حسب دیسیبل چقدر است فرمول تراز شدت صوت هم باید بلد باشیم چون خیلی به درد ما میخوره خیلی فرمول مهمی هست خب ما میتونیم تراز شدت صوتی را با بتان نشون میدن میگیم بیتا مساوی است با ده لوگاریتم آی بر روی آی صفر خب این آی صفر چی هست تراز شدت صوت مربوط به آستانه شنواییه به آستانه شنواییه که آی صفر مساوی با ده به توان منهایی دوازده وات درست وات بر متر مربعه بعد یک های تراز شدت صوت یعنی بتا این برابر با دسیبل اندازه گیریش میکنن این چیزای سختی نیستن فرمول های ساده این یعنی میشه که در کنکوری اینا از دست نداد تراز شدت صوت یعنی بتا را از من میخواد آی صفر هم همیشه من بدونم که میمیدن و معمولا هم اینه میگم بتا یک مساوی است با ده لوگاریتم آی بر روی آی صفر یعنی مساوی است با ده لوگاریتم ده به توان منهای دو این آی من آی صفر هم گفتیم که چقدر هست ده به توان منهای دوازده این متره هیچ کاروردی برات نداره حواست باشه خب اینه من میدونم که جواب چی خواهد شد این با این تشریف ببرد میشود چی ده لوگاریتم یک بر روی ده به توان منهای ده بعد البته کامل تشریف برای ساده میشه این بره بالا میشه ده لوگاریتم ده به توان ده من میدونم که در ریاضی یاد گرفتم که لوگاریتم ام به توان ان هر جدیدی ان کامل میپره میره پشت لگاریتم میشود این لگاریتم ام و هر جا هم مبنای لگاریتم رو به من ندادن حتما دهه وقتی که نمیدن در این جاها دهه مثلا اگر مبنا دو باشه چهار باشه سه باشه اینا دیگه بحث هاییست که یه مقدار توی ریاضی تو بحث خود لگاریتم ها بهش برخورد میکنی و داده میشه پس از این میتونم بگم این میشود 100 لگاریتم ده این در اینجا پایتم دهه و من در ریاضیات بلد هستم که هر عددی لگاریتم A در مبنای A1 حالا A میخواد هر عددی باشه لگاریتم ده در مبنای یک 1 یعنی میشود 100 دسی بل به راحتی از اینجا به دست میاد حالا بریم ببینیم در سوال های بعدی باید چه چیزی را با همدیگه حل کنیم و یاد بگیریم که به نظر من خیلی هم سخت نخواهد بود بریم ببینیم سوال 28 چی میگه میگه اگر به مدت ده دقیقه در معرض صوتی با تراز شدت 120 دسیبل باشیم آستانه شنوایی بتونه موقت از 0 دسیبل و 28 دسیبل افزایش میابد مطالعات نشان میدهد که به طور متوسط اگر مدت 10 سال در معرض صدایی با تراز شدت 92 دسیبل قرار بگیریم آستانه شنوایی به طور دائم 28 سیبل افزایش میابد شدت شدت های صوت مربوط به 28 سیبل و 92 سیبل چقدر است بگه بعد راهنمایی گفت برای پاسخ دادن لازم است از ماشین حساب مناسب استفاده کنید این ماشین حساب مناسب میخوای استفاده کنی من یه چیز بهت بگم ما تراز شدت صوت رو از چی به دست میاریم از بیتا مساوی است با ده لگاریتم اینه آی اینه میذارم اولی رو میذارم آی یک اینه میذارم آی دو آی یک بر روی آی سفر یعنی من میخوام این دوتا را این اسمش هم میذارم بتا یک برای دومی مینویسم بتا دو مساوی است با ده لوگاریتم آی دو بر روی آی سفر من هدفم محاسبه کردن آی یک و آی دو هست شدت صوت ها را میخواد حواسم باش تراز شدت داده حالا شدت صوت ها را میخواد ببین <تصفح> می میشود ما برای محاسبات خودمون خیلی کار را سخت نمی کنیم حالا این جدت هایی داده که یه مقداری کار ما را چی میکنه سخت میکنه ببین الان اگر من یکه برم 28 بخوام حساب کنم میتونم بگم 28 ولی بهت میگم تو کنکور چجوری میده که عدد درست در بیاد ببین 28 می نویسم می شود 10 لگاریتم آی یک آی سفرم که میدونم هست 10 به تمام منهای 12 وات بر متر مربع اما وات بر متر مربع شی نمی نویسم خب میتونی ده بیاری مخرج این اون موقع می شود 2 و 8 هم مساوی است با لگاریتم آی یک بر روی ده به توان منهای دوازده این دیگه خیلی ساده است ماشین حسابه باید برداری 2 و هشته همو بهش بدی بعد آنتی لگاریتم ازش بگیری یعنی اون به عددی میده که لوگاریتم اون عدد میشه دو و هشته بعد اون عدده را مینویسی لوگاریتم را میزنی ضرب در ده به توان منهای دوازده میکنی آ یک به دست میاد ولی در کنکور میاد چیکار میکنه یه ذره رحم میکنه میاد در پایان به جای اینکه ماشین حساب ممنوع دیگه میگه لگاریتم دو سه دهمه ده بعد این را به جای اینکه بیست هشت بده مثلا میده چند بیست درسته خب بیست نه اون موقع میشه دو و نه ده دهم مساوی است با لگاریتم آی یک بر روی آی صفر حالا نگاه کنید من دارم چیکار میکنم بعد شما میدونی که دو و نه دهم هم را میتونی بنویسید دوی به علاوه نه دهم دو را میدونی لوگاریتم صده درسته خب دو لگاریتم صده نه دهم ده هم سه تا لوگاریتم دو هست قبول داری چون سه تا سه دهم ده اینه بهت میده دیگه میشه نه دهم ده خب من الان دارم کمک میکنم که با هم دیگه بفهمیم چیکار کنیم دیگه اینجا بعد من میفهمم اگه دو و نو بیست و نو داده بود که در کنکور عددی میده چون آخرش میاد مثل لگاریتم دو را معرفی میکنه خیلی خوب, خیلی خوب بفهمی حالا شاید نهاییم اومد حتی این کار کرد خب بعد اینه من میتونم ببرم اینجا یعنی بتونم بنویسم لگاریتم ست به علاوه لگاریتم دو به توان سه هم که میدونم یعنی هشت درسته؟ بعد میدونم لگاریتم جمع را میتونم بنویسم لگاریتم ست ضرب در هشت لگاریتم ام به علاوه این را لگاریتم ام به علاوه لگاریتم این را من میتونم بنویسم لگاریتم ام ضرب در این بعد میتونم اینجا بنویسم چی؟ لگاریتم هشتصد مساوی با لگاریتم قشنگ این راهنمایی کردم بتونی که تو کنکور دادن چی کار کنی؟ لگاریتم آی یک بر روی ده به توان منهای دوازده درسته؟ بعد لوگاریتم از دو طرف میرن آی آیک به دست آوردن یعنی میشود 800 ضرب در 10 به توان منهای دوازده میکنم یعنی 8 ضرب در ده به توان منهای ده میشود خیلی خیلی ساده یعنی این را فهمیدم ولی عددی که اینجا داده بود مجبورم گفته از ماشین حساب مناسب استفاده کنید خب ماشین حساب مناسب میشه ماشین حساب مهندسی ماشین حساب مهندسی هم با سر جلسه نهایی ممنوعه بس نهایی هم سعی میکنه عددی بهت بده که کمکت کنه بس حواست باشه چیز سختی نخواهد بود حالا من اینه پاک کنم چون ادامه دارد چون دومی را حالا باید چی کار میکردم دومی هم مثل اولی دیگه خب من میخوام شدت صوت 92 دسیبل را حساب کنم باز اینجا می 92 مساوی است با 10 لگاریتم آی دو بر روی این ده دارم بر روی آی بعد میام اینجا می نویسم نه و دو دهم ده مساوی است با لوگاریتم خدمت درس کنم که آی دو بر روی آی صفر حالا تو نهایی هم میتونه چیکارت کنه برات به جای اینکه بگه 28 اینه بده مثلا 29 اونی بده 93 خب اگه 93 باشه این میشون موقع 9 و دهم 9 و دهم من میتونم بنویسم 9 به علاوه 3 دهم میدونم که 9 هست لگاریتم چنده؟ 9 خیلی ساده، لوگاریتم 10 به توان 9ه. درسته؟ 3 هم, هم که لگاریتم 2 هست دیگه. لگاریتم 10 به توان 9 اونم هست لگاریتم 2. بعد این می‌شود لگاریتم 2 ضرب در 10 به توان 9. حالا نگاه کن، من بعد میام اینو چیکار می‌کنم؟ مساوی با من عدد عوض کردم چون دارم از ماشین حساب اسم مهندسی استفاده نمی‌کنم. بعد میان می مساوی است با لوگاریتم آی دو بر روی ده به توان منهای دوازده اینه با این میزنم زنم ده به توان منهای دوازده رو در این ضربش می کنم <تصفح> عددی که به من میده می شود دوی ضرب در ده, ده به توان منهای سه ولی برای این حساب میکنیم کنیم یک و شیش ده صد هم حالا اینجا گفتم ماشین حساب مهندسی استفاده چون دقیق خواسته این آزمایشی رعایت بشه و توش گفته بشه با چیز خاصی نبوده <تصفح> بریم ببینیم سوال 29 چی میگه به ما میگه یک دستگاه صوتی صدایی با تراز شدت بتا یک نوت دسیبل و دستگاه صوتی دیگر صدایی با تراز شدت بتا دو نوت و پنج دسیبل ایجاد میکنند شدت های مربوط به این دو تراز بر حسب وات بر متر مربع به ترتیب آی ایک و آی, ای هستند نسبت آی دو به آی ایک حساب کنید خب این که این فرمول مشهور است دیگه بتا دو منهای بتا یک مساوی است با من میتونم خیلی ساده بگم ده لگاریتم آی دو بر روی آی یک یعنی این بتا دو منهای بتا یک کردم با توجه به تقسیم کردن میدونی چی از کجا اومده بزار فرمول دارم ریشه بگیم دیگه فیزیک ما ریشه یاد بگیریم بتا دو میشود چی؟ ده لگاریتم درسته I2 بر روی I0 منهای 10 لگاریتم ا I1 بر روی I0 درسته من از 10ش فاکتور میگیرم میشه بعد 10 در لگاریتم I2 بر روی I0 منهای لگاریتم I1 بر روی I0 این فرموله میخوایم ببینیم اولش که نوشتم I2 بر روی I1 از کجا اومد خب من میدونم لگاریتم M منهای لگاریتم این را میتونم بنویسم لگاریتم n بر روی n. خیلی ساده هست دیگه یعنی میشود ده لگاریتم آی دو بر روی آی یک یعنی لگاریتم آی دو بر روی آی صفر تقسیم بر آی یک بر روی آی صفر خب این با این میره همون تبدیل میشود به ده لگاریتم آی دو بر روی آی یک یعنی اینه اثبات کردم برات مجدد که خوب یاد بگیری از این فرمول میای تو استفاده میکنی به تا دو چقدر 95 منهای 5 مساوی است با 10 لگاریتم درسته آی دو بر روی آی یک خب 95 منهای 90 از خواهی میکنم 95 منهای 90 میشود 5 مساوی است با 10 لگاریتم آی دو بر روی آی یک خب من الان حدودی اینجا برات میگم من لگاریتمایی که دو و سه هست لگاریتم پنج هست اینا را چون در شیمی هم به دردم میخوره حدودا بلدم حالا هرچند در محاسبات میدم این میتونست مثلا یه <تص> جوری این عدت ها را بده که جواب بشه مثلا چهله هشت این پنجده دهم میشود درسته لوگاریتم سه را هم معمولا تقریبا میگم 5 دهم خب این مشخصه دیگه 5 دهم مساوی است با لگاریتم I2 بر روی I1 من میگم این هست لگاریتم 3 مساوی است با لگاریتم I2 بر روی I1 این با این میپره I2 بر روی I1 میشود 3 تقریبی میشود ممکن است که در کنکور هم بگه به صورت تقریبی کدامیتر در نهایی بگه ولی در اینجا به دست آورده در کتابت میره حل میکنه میگه سه و 16 صدم پس دیدی اینا چیزهای سخته نیستن سوالهایی نیستن که کره ماه اومده باشند ما نتونیم جواب بدیم بریم سوال سیوم میگی در یک آتشبازی موشکی در بالای آسمان منفجر شود فرض کنید صوت به طور یک نواخ در تمام جهات جهت پخش میشه کروی یادت باشه در تمام جهات این نقطه ای رو در نظر بگیر همه جهات به بیرون و درون و روی خط و همه بیاد میشه کروی درسته؟ بعد از من چی میخواد؟ از جذب انرژی صوتی در محیط و نیز از باستابی که ممکن است که امواج صوتی از زمین پیدا کنند چشم پوشی میکنید با فرض اینکه صوت با شدت آی مساوی یک دهم ده وات بر متر مربع به ای برسد که به فاصله 66 متر از محل انفجار قرار دارد این صوت به شنونده ای که در فاصله 160 متر از محل انفجار قرار دارد با چه شدتی میرسد خب من میتونم بگم که چیز سختی نیست که من میدونم آی مساوی است با پی بر روی آ هست درسته خدمتت ارز کنم که دو تا صوت میخوام با همدیگه مقایسه کنم این صبح بشنونده ای که با چه شدتی میرسد یعنی من میخوام آیدو را حسابش کنم من میدونم که برای اینکه وقتی که صد کروی هست توانش یکی دیگه این صوته توانش یکی بوده فرقی نمیکنه پس من میتونم بگم که مساوی است با اینه میتونم بگم مثلا پی چهار پی آر دو حجم کره حواسم باشه دیگه آرام میزنم اون سطحی که داره پخش میشه نه از خواهی میکنم سطح کره است این سطح کره است نه حجم کره چرا نوشتم حجم چهار سبون پیارسه سه است این سطح کره هست به سطح کره میرسه با اینه حالا من میخوام دوتا رو به هم مقایسه کنم آی را داده میام این کاره میکنم میگم آی یک بر روی آی دو یعنی مساوی است با پی بر روی چهار پی آر یک به توان دو این هم پی بر روی چهار پی آر دو به توان دو خب معلومه این پی میرن چهار پی میرن این میشود چی اون موقع آر دو بر روی آر یک به توان دو درسته؟ <تصفح> حالا آر دو چقدره؟ 160 متریه خب این پایین من سطح کره منظورم بود پس از این نتیجه میگیرم که 160 بر روی 640 به توان دو مساوی با چقدر هست خدمت شما عرض کنم که این یعنی این با این ساده میشه یعنی یک چهارم به توان دو درسته؟ خب از این میتونم بگم که آی یک بر روی I2 آی یک بر روی آی 2 آی مساوی است با یک شونزده هم یعنی I2 مساوی است با شونزده برابر I1 آی دیگه اینا یک طرف این وسط این ساده است آی یک در شونزده ضرب میشه I2 هم که در یک میشه خودش آی یک هم که خودش داده دیگه میگیم شونزده ضرب در یک دهم ده دیگه دیگه میشود چقدر یک و شیش دهم وات بر متر مربه حواسمون باش این حجم کره و سطح کره را بدونیم مثلا سطح کره اینجا خیلی به دردمون میخوره که چهار پی آردو هست مساحت سطح داخلی یک کره درسته یا بیرونیش حالا سطح کروی دیگه الان حدودا بگیریم از این رابطه به دست میاد بریم ببینیم سوال بعدی چی هست سوال بعدی گفته نمودار جابجایی مکان جابجایی مکان دو سو موج صوتی آ و بی که در یک محیط منتشر شده به صورت زیر است دامنه طول موج بسامت و شدت این دو موج صوتی رو با هم مقایسه کنید من اول از همه نگاه کنم این موج آ قشنگ روش خط میکشم از اینجا تا اینجا یلان رفته چون از درسته از یه نقطه شروع اه... تا یه نقطه شروع دیگه میشه یه دونه لاندا دیگه درسته خب اه... خدمتت ارز کنم که تا یک نقطه شروع دیگه اینم از یا میتونی از قله به قله بگی از اینجا تا انجام یه دونه لاندا این دو تا لاندا رفته موج آ از اینجا تا انجام سه تا لاندا رفته یعنی آ سه تا لاندا تشریف برده بی حالا ببینیم چیه یه دون از اینجا تا اینجا یه لاندا یه داره نصف رفت <تصفح> یعنی بی یک و نیم لاندا رفته است درسته؟ خب <تصفح> حالا من میخوام اینا رو با هم مقایسه کنم خدمت شما عرض کنم که اینا با هم مساوی هم دیگه درسته؟ این یک و نیم تا میره لاندا میره مانند این سه تا لاندا میره بس میتونم بگم که اینجا لاندای بی دو برابر لاندای آ هست این یه مقایسه اول طول موج دامنه من میخوام مقایسه کنم که کاری نداره که آی آ میشه از اینجا تا اینجا یا پایینش اینم آی بی هست این یه واحد مربعه این دو واحد مربعه اینم دیگه میتونم بگم که آی آ مساوی است با دو تا آی بی هست خب اینم از دامنه بسامده میخوام مقایسه کنم خب دو سرعت ها برابرن دیگه درسته سرعت به در یه... خب در یک محیط داره وقتی که میگه منتشر شدن خب سرعت به محیط بستگی دارد سرعت به محیط بستگی دارد گفته در یه محیط منتشر شدن خب خسته نباشن کار خوبی کردن در یه محیط منتشر شدن پس میتونم بگم که وی آ مساوی است با وی بی بعد فرمولش هم من بلدم دیگه <تص> من از اینجا خدمت درس کنم که میتونم بگم که یعنی این که نگاه کن اف آ لاندا آ مساوی است با اف بی لاندا بی دیگه این فرمولو نقدر تکرار شده و باید بلد باشی دیگه فرکانس بی را میخوام بگم بگم از این میتونم بگم اف بی بر روی اف آ مساوی است با لاندای آ بر روی لاندای بی درسته؟ خب لاندای آ نصف اون دیگه به جای لاندای آ می نویسم من لاندای آ را می نویسم به جای لاندای بی هم از اینجا دارم دو تا لاندای آ می نویسم خب اینم با این میره میشه یک دوم اینم بسامت را مقایسه کردم به خاطر اینکه از این نکته باید بفهمم که در یک محیط منتشر شدن سرعت ها با هم برابره بعد گفته شدت این دو موج صوتی را هم با هم دیگه چیکار کنید مقایسه کنید برای شدت هم یعنی آی را من میخوام مقایسه کنم درسته خدمت شما ارز کنم که یادت باشه بگم بهت اینه بذار پاکش کنم حالا یه توضیح مفصلی هم در مورد این بحث چیز بگم در مورد شدت یعنی آی را گفته با هم دیگه میخوایم مقایسه کنیم ما میدونیم که انرژی را فرمول انرژی را باید بلد. آ برابر با چی هست آ آی برابر با پی بر روی آ بود دیگه درسته موج صوتی کوروی منتشر میشه پس میتونم بگم به جای پی بذارم ای بر تی بذارم ای بر روی از پی مساوی است با ایبرتی انرژی در زمان بذارم چی به جای آ هم بذارم چهار پی آر دو تی درسته؟ خب بعد از طرف دیگه میدونم که انرژی برابر است با چی؟ انرژی ای مساوی است با اگر یادت باشه ام اومگا دو درسته؟ بعد میتونم بگم دو پی دو ام آ دو اف دو از اون اول اگر یادت باشه انرژی را درسته بس من میتونم الان یک به جای ای هم این را بذارم آی میشود اون موقع دو پی دو ام آ دو اف 2 بر روی چهار پی آر دو تی حالا اینجا اتفاقات خوبی میفته این با این میره خدمت شما ارز کنم که خلاصه کلام چهار اینه بگیم تی پی با اون بالایی ساده بشه به طور کلی اگر بخوایم آی بی بر روی آی آ این اصلا یادت باشه حالا ننویسم این ساده هم کنیم همیشه برابر است با اگر بخوای مقایسه کنی آی بی یعنی دامنه آدو اف بی به توان دو یعنی با دامنه و فرکانس رابطه مستقیم دارد شدت موج با مجزورشون یعنی به توان دوشون آدوی آ بعد آدوی بی از میکنم بعد افدوی بی افدوی و آ مقایسه میکنم دیگه من میتونم بسیارم چیکار کار میکنم اینه آی بی به توان دو بر روی آی آ میخوام مقایسه کنم یعنی میشود این از میشود می نویسم که آدوی آ اف آ به توان دو بعد یه رابطه به این اینا فهمیدیم دیگه آی آ دو برابر آی بی بود میتونم به جاش بذارم دو تا آی بی به توان دو یعنی می شود چی آدوی بی اینه بذارم دو تا آی بی این خود اول سوال بود دیگه به توان دو اف بی به توان دو خب اف آ هم مقایسه کردیم الان دیدیم که اونجا به دست آوردیم یک دومش بود اف بی نسبت به اف آ یک دوم یعنی این دو برابر اون بود یعنی بزنن دو تا اف بی به توان دو خب مشخصن دیگه این قطعا به توان دو وقتی که اینا برسن اف بی آ و بی اینا با هم هضم میشن دو به توان دو با این دو به توان یک چهار میشه یک شونزده هم درسته یعنی میتونی بگی که از اینجا به راحتی میتونی بگی که آی آ مساوی است با 16 برابر آی بی هست میدونم یه ذره گیچ کننده شد ولی اینه بدون که شدت یک موج با دامنه مجزور دامنه و بسامت یا فرکانسش مجزور بسامت یا فرکانس رابطه مستقیم دارد این اثباتش هم نمیخواد نکنکن نه, نه نهایی این اگر بتونی بدونی بعد اینجا هم که از روی شکل فرکانس راحت با توجه که سرعت در دو محیط برابر بود فهمیدم با مقایسه لاندا ها و همچنین از اونجایی که رو شکلم که مشخص کردیم از هر قله تا قله دیگه یا از هر یک نقطه شروع به نقطه شروع دیگه را ببین اینی یادت باشه اینی دوباره تکرار میکنم یعنی از اینجا تا اینجا یه دونه لاندا هست در اصل از همینجا تا اینجا هم یه دونه لاندا هست از اینجا تا اینجا هم یه دونه لاندا هست این حواست باش این در مورد بی هم درست است خب اینا رو داشته باشه رو بریم سوال بعدی چی هست بریم سوال بعدی که سوال 33 هست و خیلی هم مورد علاقه طراحان کنگور این تیپ سوال بدم و خیلی هم ساده هست یعنی درک ما وقتی که درست باشه جواب دادن بهش کاری نخواهد داشت میگید دانش آموزی بین دو صخره قائم ایستاده و فاصله او صخره نزدیک در 240 متر است دانش آموز فریاد میزند و اولین صدا پژواک صدای خود را پس از یکانیم ثانیه و صدای پژواک دوم را یک ثانیه بعد از پژواک اول میشنود خب این دانش آموز عزیز وسط دو تا صخره خب تا اینجا فاصله 240 متره اینم صخره دورتر نمیدونم فاصله چقدره تو کنکور میاد میگه فاصله بین دو صخره را حساب کن کدام است فاصله بین دو صخره بارها اومده ها خیلی چیز سختی نیستش ها اساس کتاب درسیه یعنی اینم به دست بیاری با اون جمع کنی میشه فاصله میگه دانش آموز فریاد میزند اینم گوش های مبارکش خدمت شما عرض کنم که حالا خدای نکرده چیزی نیستم بگیم هدفون زده رو گوشش بعد اولین پژواک صدای اون صدا بره برگرده چقدر مسیر طی میکنه 240 تا میره 480 تا یک و ثانیه زمانشه فرمول ساده حرکتشناسیه حرکت چناسیه. خب سرعت میتونی به دست بیاری وی مساوی است با دی بر روی تی یعنی 480 بر روی یکونیم یکونیم میدونم یعنی سه دوم در محاسبات 480 یکونیم بر روی سه دوم یعنی میشود 960 سه سوم یعنی سرعت صدای این دانش آموز به دست میاد 320 میسمت بر ثانیه حالا این دانش آموز یکونیم ثانیه میکشه این میده میاد یکونیم ثانیه میکشه و صدای که دوم را یک ثانیه بعد خب یک و نیم بوده یکم بوده یعنی این بره اینجا برگرده دو و نیم ثانیه طول میکشه باری کلا دانش آموزی که هوار میکنی آفرین خب این را وقتی که میشنود من الان سرعت که فرقی نمیکنه هوا یک سان دیگه در دو طرف سرعت در از اولی 320 متر را به دست آوردم حالا در دومیش دی را میگم دی مساویس با وی ضرب در تی یعنی 320 ضربه در چقدر خدمتت ارز کنم که میخوایم ببینیم که چقدر میشود خب یک ثانیه طول میکشد یعنی دوونی یه فاصله را بخوایم حساب کنیم اینه ضربه در تی را باید چیکارش کنم ضرب در بگم بهت ضربه در پنج چهارم کنم چرا؟ دوونیم یعنی پنج دوم دو درسته؟ من دی را میخوام به دست بیارم این به تو تا دی به دست میاد اگر اینجوری اینجوری هم وی را در تی کنم دو تا دی به دست میاد چی رادی نداره ها اصلا اون کار نکنیم حواسمون باشه ضربه در پنج دوم دو کنم خدمتت ارز کنم که این حواسم باشه این با این میشه 160 ضرب در 5 میشه باید 800 این طراح ممکنه بیاد تو گزینه ها 1120 هم بذاره فاصله دو صخره را من میخوام یادم باشه این فاصله رفت و برگشت حساب کرد برای من چون اومدم دو و نیم ثانیه رو گذاشتم مثلا اگر این زرد 5 شاه رو می‌کردم میشه 400 متر یا فاصله یه دونه رفته من می‌خوام دیگه فاصله دو تا صخره رو با هم نمی‌خوام که بره برگرده نمی‌خوام که اینجا حواسم باشه در اینجا دودی در اس داره حساب میشه حواسم باشه خب این 400 و قبلیش هم که خودش داده بود 240 میشه بعد 640 متر حواسمون باشه این از اون جاهایی است که حال آدم میگیرن 1120 متر میده تو گزینه و منم میزنم و بشکم میزنم چون 800 بر برلا... بلا... 1040 متر رو خواهی میکنم با اون 1040 متر میده بشکم میزنم با 240 جمعش میکنم یعنی این 800 را آره دیگه میشه 1040 متر میرم تو گزینه 1040 متر میزنم حال میگیره ها بعد هم حال میگیره حواسم باشه میبینه یه ذره من الان نمیشه خراب کاری میکنم سی و چهار میگه اگر در فاصله مناسب از یک رشته پلکان بلند بیستید و یک بار کف بزنید پژواکی بیشتر از یک صدای بر هم زدن دست میشنوید نمونه جالبی از این پدیده در برابر رشته پله های معبد قدیمی کوکولوکان در مکزیک رخ میدهد این معبد از 92 پله سنگی ساخت نشد چنین پژواکی توضیح دهید خب شما این پله پلش کن خب آه. این پلکانه کوکولوکانه درسته خب این ما میدونیم دیگه انجا چه اتفاقی میفته پله ها همالا اندازه های یکسان باشد اینا درسته این صدا که هی میره و میخوره به هر کدام از اینا برمیگرده دیگه درسته به هر کدام میره میخوره برمیگرده درسته آه. میره برمیگرده خب به صورت دوره ای میره و برمیگرده میگرده چه میشه دو 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 میره بالا یک نباخ میشه درسته یعنی خدمت درس کنم که بس آمد متوالی و یکسانی به خاطر این حالت یک نوت موسیقی میشه ما میشنویم درسته پل پایینی رو زودتر میشنویم پل بالایی رو دیرتر میشنویم درسته حالا یه نفری بیاد وایس اینجا داده هوار کنه و این صدا برخورد کنه پخش بشه این اتفاقا میفته حالا اینم زیاد سوالی بود که بریم این بر ببینیم چه خبره بله سوال سی و بش و سی و وارد چی شده بینیم خیلی سوال است میگه وقتی یک بارکه لیزر رو به دیوار کلاس میتوانیم همه دانش آموزان نقطه رنگی ایجاد شده در دیوار را میبینند این بحث میخواد بگه که نور به نقطه میتابد باستاب دارد درسته؟ سطح دیوار باستاب پخش میشه پخشنده است یعنی نور لیزری که تابیده در همه جهت ها پخش میشه به خاطر همینه به چشم همه میرسه و همه میبینند چیز خاصی نیستش اما این سؤال 36 از محبوب دل ترراهای کنکوره واقعا سال 94 دادن 99 داده حالا تو نهایی ممکنه بیاد خیلی ساده ترش قانون عمومی چی را باید بدونی شما حتما قوانین تابش با باستابش رو میدونی زاویه تابش با زاویه باستابش چی هست برابر هست با یعنی الان یه خط عمود اینجا جدا میکنی درسته آه. یه خط عمود اینجا جدا میکنی این سی درجه باشه این شست زاویه تابش اینم با زاویه همون شست باستابش پیدا میکند اینم یعنی سیه ولی من میفهمم اینجا که خدمتت ارز کنم این سی باش این نوت باشه اینجا یه مسلس دارم دیگه مسلس آبی سی درسته؟ به ما گفته پرتوها را رسم کنید اینم یه خط عمود بکشم بس این با سی تابیده این شسته این سیه با سی هم بر میگرده اینم شسته حواسمون باشه این چیزایی حالا اینجا خیلی ساده گفته در کنکور میاد بازی در میاد مثلا امتداد این با این چه زاویه ای می سازد چون امتداد اینه باید اینجوری بکشی امتداد اینه باید اینجوری بکشی ببینی امتداد این ورانور میرن این زاویه مهم است حواست باشه نه این زاویه داخلی این نه اینه در نظر بگیری غلط میشه اینم بحثی بود که باید اینجا در موردش بحث میکردم